ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. به نام خالق نشانه ها، سلام علیکم. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون حال خوشی باشه، پر از حس خوب آرامش باشید و پر از انگیزه رسیدن به هدفهای فوق‌العاده‌تون. رفقای درجه یک من، یک کارگاه مشاوره و برنامه ریزی دیگه، یک کارگاه کوچینگ حرفه‌ای دیگه، انشالله کنار هم دیگه لحظه های فوق‌العاده یا میگذرونیم. کلی حس خوب میاد سراغمون، کلی انرژی مثبت میگیریم، کلی از همدیگه یاد خواهیم گرفت و قطع به یقین این کارگاه هم به ما کمک میکنه که لحظه به لحظه نسبت به قبل خودمون سوال بهتری داشته باشیم، حرفه‌ای تر باشیم، با آرامش تر باشیم و بتونیم پر انگیزه تر قدم برداریم. توی این کارگاه قرار اتفاقهای خاص و عجیب و غریبی بیفته و من مطمئنم که تو همراه من خواهی بود و قدم به قدم بر مبنای چیزی که من میخوام با من همراهی خواهی کرد که انشالله بتونیم کنار هم دیگه یه شرایط درجه یک و میزون و خوب و فراهم بکنیم. این بسیار 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 LCD بزرگتریه مهدی، مگه نه؟ نسبت به اون یکی، اون کلاس ها، این خیلی بزرگتره، نه؟ خیلی هم عالی، خیلی هم درجه یک. تا حالا خودم رو با ابعاد خودم انقدر از نزدیک ندیده بودم. مطمئنم که به واسطه این کارگاه فرایند و شرایط خوبی رو خواهیم داشت. خب ما چطور میتونیم داشته باشیم مهدی؟ ببینیم رفقامون اوضاع و احوالشون چطوره، حالشون چطوره. سلام علیکم حسین آتشی نفر اول، به 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 به، چه خبره؟ سلام 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 رفقای درجه یک من، سلام سربازای با غیرت من، سلام عزیزای دل من. حال شما، حال شما خوبید؟ شما خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، خیلی هم درجه یک، خیلی هم پر انرژی، خیلی هم هار و وحشی، خیلی هم پیگیر، خیلی هم هدفمند. نزنید ترازا رو آقا، شروع نکنید این بازی کثیف و تو رو قرآن، شروع شد دوباره، نکنیم این کار رو دیگه. تراز مراز بسه من نزن، بذار من شروع کنم یکم گرم شم با هم دیگه صحبت. خوبی گفتیم نزن، چشم با هم چشمی میکشتتون شماها رو آخر. خیلی هم عالی محمد مهدی سمامی، 7000 شدم بازم من، پسر خوب، پسر مختدر و خوب و درجه یک. خب رفقا، ایشالله که کارگاه درجه یک با هم دیگه داشته باشیم. خیلی کار داریم، امروز خیلی روز مهمیه، امروز ماجراهایی قرار اتفاق بیفته که به نظر من بسیار عجیب و غریبه و اگر دلتون رو به من بدید و و و همراه باشید، قطع به یقین اتفاقهای پر از حس و حال خوب هم از اینجای کار به بعد خواهیم داشت. رفقای درجه یک، بریم ببینیم چه خبره، بریم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، چه ماجرایی. شاید ببین، الان قول نمیدم، چون همین جوری هم که در نظر گرفتیم کارگاه بعد یک ساعت و نیم باشه، درسته مهدی؟ اوکی، 2:45 این جلسه صحبت داره. من واقعا نمیدونم مهمون برای چی میاد، من نمیدونم چیه. بعد داشتم به خودم الان فکر میکردم چند تا بچه‌ها رو بیارم رو خط باهاشون صحبت کنم. چرا کارگاه مشاوره نباید هر هفته باشه؟ چرا کارگاه مشاوره نباید 3 ساعته باشه؟ به خدا کلاس مشاوره کلاس تخصصی مهمتره، خدا میدونه که مهمتره. الان امشب معلم‌ها همه دونه دونه زنگ میزنن سهیل چرا؟ چرا آخه؟ خب رفقا بریم شروع کنیم. آقا خیلی کار داریم، ولکن ولکن این حرفا رو ولکن. جلسه‌مون جلسه بی‌نظیریه. من اینو باز بکنم، گفتن این باید بسته باشه، من نمی‌دونم. جلسه‌مون جلسه بی‌نظیر، یه جلسه کامبک. آقا خیلی خفنه، این جلسه به درد کسایی میخوره که در و داغون و له و لورده و ناامید و بی انگیزن. ببین لب مرگ یارو، یعنی کارش تمومه، الان به مو رسیده پاره بشه. یه لحظه وایس رفیق، من 2 دقیقه با تو حرف دارم، این جلسه رو مهمون من باش، بعد برو برای خودکشی. به خدا که دلت نمیاد فکرای منفی کنه، این جلسه جلسه مهمیه، جلسه درجه یکیه. دمتون گرم. ببین همه زدن مهمون نیارید، من دوستتون دارم، میدونی دوستت دارم که انقدر با فهم و با فرهنگ و با کمالاتی، نگاه کن تو رو خدا، عشق عشق عزیزای دل من، آفرین آفرین.
کارتون درسته، بریم شروع کنیم. آقا جلسه کامبک، ما توی این جلسه قراره به موضوعاتی بپردازیم که قطع به یقین دونستن این موضوعات به همون کمک میکنه که اگر در سراشیبی مرگ و نیستی و نابودی قرار گرفتیم، یه نیش ترمزی بزنیم، یه لحظه وایسیم، با خودمون به یه سری از ماجراها فکر کنیم، اگر دیدیم ارزششو نداشت تخت گاز کن برو کف در. ولی اگر از من میشنوی، حتی اگر میزان امید و انگیزت صفر مطلقه، اگر جدی جدی داری به این جملات فکر میکنی، من چقدر بدبختم، من چقدر بیچارم، وای که از من بدبختر دیگه وجود نداره، وای که من میدونم امسال هیچی نمیشم، وای که من مطمئنم تایی این داستان آبرو ریزیه، این جلسه شدیدن به دردت میخوره. اگرم خودت اینجوری نیستی، تو دوست و رفیق و در و همسایه آدم این مدلی میشناسی که در ورطه نابودی به سر میبره و تقریبا یه قدم با تباه شدن فاصله داره، این جلسه میتونه اون آدمو برگردونه. چون دقیقا در مورد ماجراهایی میخوایم صحبت کنیم که آدم ناامیدا این روزا شدیدن بهش میپردازن. دمت گرم میتی چه پسری، این روزا شدیدن بهش میپردازن. بنابراین آماده باشید برای اینکه اول حالنا بشید و یک اتفاق باحال و درجه یک براتون بیفته و حالتون خوب بشه. حال خوب تعریف داره و تعریفشو بعد از پایان این جلسه خواهیم فهمید. حال خوب در پایان این جلسه یک مدل خاص دیگه‌ای برامون خواهد بود و مدل ذهنیمون نسبت به خیلی از ماجراها قطعاً تغییر پیدا خواهد کرد. ما توی ماهی هستیم که 99% از بچه‌ها آماده مرگ و نیستی و نابودی هست. 99% از بچه ها حس و حالشون بده، برمیگردن به گذشته نگاه میکنن، انبوهی از درس های نخونده رو هم دیگه تلمباره، تازه اونایی هم که خوندن یادشون رفته، بعد برمیگردن به آینده نگاه میکنن، میبینن امید و انگیزهی وجود نداره، تازه قسمت های سخت ماجرا هنوز نرسیده. بعد اون لحظه بعد اون لحظه به خودشون میگن که بابا اصلا ته این داستان چرا؟ مگه چی قراره بشه؟ یه گروه از بچه ها به واسطه حجم زیاد ناامیدی که پیدا میکنن دوچار یأس‌های فلسفی میشن توی این بازه زمانی و شروع میکنن به چرت و پرت گفتن. حالا درس بخونیم بریم دانشگاه، تهش چی میشه؟ آخرش که مرگه. یه گروهشون هم این مدلی هن که الان فاز بدبختی گرفتن. یعنی بهش میگم ببین حالا اصلا درس و دانشگاه رو بیخیال، گور بابای دانشگاه، برو برای خودت زندگی کن. زیر لب میبینی داره یه چیزی زمزمه میکنه، میگیم بلندتر زمزمه کن، میگه عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد. یعنی یه عده آدم بدبخت داغون بی هدف بی انگیزه تباه دوره هم جمع شدن این روزها و تشکیل یک کلونی دادن تحت عنوان داوطلبان کنکور سراسری 1401. من با اینا کار دارم، من با این برابچه ها شدیدن این مدت کار دارم. ما در طول یه هفته اخیر با آدم هایی سر و کله می زدیم که خودم داشتم به این داستان جدی جدی فکر می کردم که بابا اینا چرا هستن اصلا، چرا اصلا این مدلی دارن زندگی کنن. دانش آموزه به من زنگ زده میگه آقا من رفتم برای خودم یه جایی پیدا کردم، یه جای دنج، 3 ساعت نشستم به دیوار نگاه کردم. خب تهش چی شد اسکول؟ هیچی، تو این 3 ساعت به خیلی از موضوعا رسیدم. گفتم خب به چیا رسیدی؟ بماند. فضای ذهن 90% بچه های کنکوری الان این مدلیه. یعنی وقتی میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم دقیقا متوجه این داستان میشویم که عملا یک سری از آدم های امسال جزو مخاطب های کنکور سراسری هستن که اگه به دادشون نرسیم اینا اصلا زنده هم نمیمونن. حالا کنکور پیشکش، اینا اصلا الان کیس های ایدئال خودکشی هستن. ما این جلسه با این آدم ها خیلی کار داریم، پس هرچی در بداغون و لوح و لورده تو دوست و در همسایه میشناسی الان برو یه لحظه، یه 30 ثانیه دم در سر کوچه یه نگاهی بنداز، این ور اون ور آدمی میبینی که کیس خودکشی، در و داغونه، حالش خوب نیست، هی آه میکشه از ته دل، دنبال سیگار میگرده و این داستانا، بهش بگو ببین یه لحظه بیا، مشاورمون کارگاه داره، 5 دقیقه بشینه سر این کلاس، کلی کار داریم با این آدم ها. و فقط هم به درد کنکوریا نمیخوره ها، این کارگاه شدیداً به درد همه میخوره. من الان داشتم میومدم 5 دقیقه با تاخیر اومدم به خاطر اینکه با دانش آموزم داشتم صحبت میکردم آیناز. ببین در این 10 دقیقه که حرف زدیم 8 دقیقهش اینجوری بود.
اون دو دقیقه هم سرفه میکرد چون بغض کرده بود. آقا جون آماده باشید، میخوایم یه کار بزرگ انجام بدیم، همه حواسا اینجا، همه پر انرژی، میخوایم یه کار باحال انجام بدیم و یک فرایند درست و درمون ایجاد کنیم. همه ملت درب و داغونن، اونور وایسادن، من اومدم بگم آی بیا این ور بازار، این ور بازار کلی کار داریم باهاتون، همه اینجا کامبک رو بریم بهتر کنیم. آقا طبق معمول همیشه برای اینکه خیلی ادعامون میشه، برای اینکه پوز بدیم، برای اینکه بزنیم دهن همه یه بچه های دیگر رو دوست داشته باشیم و گل بارون کنیم، یه مروری انجام میدیم رو کارهایی که تا الان انجام دادیم، به خاطر اینکه یه حس خوب بیاد سراغمون، انگیزه بگیریم، انرژی بگیریم، فرایند خوبی برامون ایجاد بشه و ادامه داستان رو بریم ببینیم چه خبره. دور برگردون با ریتم تند، بچه ها من فقط صدا خواهم داشت، گوش بدید. ما جلسه صفر رو گذروندیم، شناخت، فهمیدیم هدفمون چیه، بر مبنای هدفمون میخوایم بیایم جلو. دو گروه آدم شدن تو با هدفا، کسایی که هدف واقعی دارن، کسایی که ادای هدف داشتن رو در میارن. اون آدمایی که فقط ادا در میارند توی این دو هفته یه تعداد زیادشون شناسایی شدن، خودشون رو شناختن و یا به راه راست هدایت شدن یا به فنا رفتن و خداحافظی کردن از پروژه کنکور. ما یاد گرفتیم که باید هوشمندانه کار کنیم. در درجه اول یاد گرفتیم با فرایند. چرا این اینجوری شد؟ چه گندی زدم؟ این شماره این بالاشم نمیره. چرا؟ مهدی این قاطی هستن امروز. در درجه اول، جلسه اول، فرایند یادگیری و یاد گرفتیم با این روش درس بخونیم. رفیق من تون تون دارم میگم، فقط این تو ذهنت باشه، فرآیند یادگیری رو بهت یاد دادم، پیش مطالعه، مطالعه دی ان اف مروری، یا امسال با این روش درس میخونی یا به هر حال باید با این روش درس بخونی که بری دانشگاه. خودتو سر کار نذار، اگه پیش مطالعه دی ان اف مرور نداری سر کاری رفیق، اگه دی ان نمی نویسی سر کاری. الان دوباره نمی بگی من کلاس میرم، کسی که کلاس میرن جزوه معلم دی ان شونه، کسی که کلاس میرن باید دی ان داشته باشن. توی دی ان تمام نکات مهم کتاب درسی، جزوه معلم، آزمونای آزمایشی، پاسخنامه آزمونای آزمایشی، هر کس هر جا هر چیزی داره میگه در مورد اون درس، اونو جمع میکنیم، خلاصه میکنیم، کامل میریزیم تو دی ان. دی ان دو تا ویژگی داره، باید خلاصه باشه، باید کامل باشه. دی ان یه موضوع فردیه، ما حق نداریم از بقیه دی ان بگیریم، ما حق نداریم تقلب کنیم، ما حق نداریم دی ان بخریم، حق نداریم دی ان کپی کنیم. ما باید دی ان خودمون رو داشته باشیم. دی ان خود ما همه این موضوعات مهمه اون درس رو شامل میشوند. اگر درسی خوندیم چیزی نفهمیدیم، اگر تست دادیم نفهمیدیم، اگر پاسخنامه تشریح خوندیم نفهمیدیم، همه اینا میره توی اف ام قرار میگیره. برای اینکه موزل مشکلاتمون برطرف بشه اف ام رو میبریم رفع اشکال میکنیم. اگر نکته ای داشت میره توی دی ان، اگر نفهمیدیم دوباره میره توی فاز رفع اشکال قرار میگیره تا زمانی که اون موزل مشکل برطرف بشه و توی اف ام بیاد بیرون. این فرایند یادگیری بود رفقا. سعی کردم خیلی آروم و دقیق بهتون بگم چیه که دقیقاً واسه تو مطلب جا بیفته. ما یاد گرفتیم که کنکور جنگ کمیت و کیفیته، بنابراین بهترین اتفاقی که باید بیفته و بر مبنای اون بیایم جلو که نتیجه بگیریم اینه که این موضوع رو با همدیگه یک بار برای همیشه ببندیم. بچه هایی که کندخون هستید، شما کندذهن نیستید، نگران نباشید، شما هیچ موزل و مشکل و بیماری ندارید، شما عمیقانید، شما وسواس ذهنی دارید، تا مطلب رو نفهمید نمیذاریدش کنار. اما دوستانی که وسواستون خیلی زیاده، شما دیگه قطعا بیمارید، باید برید پیش روانپزشک، کسی که حتما باید مرتب و منظم باشه میزش، کسی که بعد جزوش مرتب باشه، کسی که مینویسه پاک نویس میکنه میکنه میندازه دور، کسی که بعد با خودکارک. خاک تو سرت سیبیل داری انقدر با خودکار رنگی مینویسی تو، حالا پس فردا برو دانشگاه. اون بنابراین حواسمون جمع این داستان باشه. ما باید حتما یاد بگیریم کندخانامون عمیق خانن، کارو کامل انجام میدن و بر مبنای اون هست که نتیجه ایدالو خوب میگیرن. و مورد بعدی یاد نگیریم، اگر من یاد نگیرم که با فرآیند یادگیری درس بخونم بدبخت میشم. چرا؟ یک بار که با فرآیند میخونی انگار پنج بار اون درس رو خوندی، تموم شده رفته پی کارش. آقا حل بریم قسمت بعدی. خب بچه ها یه ماجرای خیلی مهم توی جلسه دوم پیتزا بود. ما یاد گرفتیم که هر درسی که نیاز به حفظ کردن داره باید بر مبنای پیتزا خونده بشه. توی برگه هامون لغت های مهم رو می نویسیم، تمام معنی رو جلوش می نویسیم، برگه رو تا می کنیم. اگر لغت رو خوندیم نتونستیم جواب بدیم، اگر از حافظمون کلا پریده بود، اگر غلط جواب دادیم، اگر یادمون رفته بود، کنارش یه دونه زبدر می زنیم. یادت اومد؟ هر برگه باید 15 بار تکرار بشه که از این گردونه حذف بشه. ما همه اینا رو کامل یاد گرفتیم و فهمیدیم تکرار مطالب با دفعات حساب شده تو بازه زمانی مشخص معجزه میکنه، اسمش پیتزا. با روش پیتزا قسمت‌های بدقلق رو یاد می‌گیریم. بچه‌ها
لغت‌های فارسی شدیداً به درد پیتزا می‌خورن، لغت‌های عربی به درد پیتزا می‌خورن، آیت و روایت دینی به درد پیتزا می‌خوره، یادت نره لغت‌های زبان انگلیسی به درد پیتزا می‌خوره، قید‌های زیست شناسی به درد پیتزا می‌خوره، واکنش‌های شیمی به درد پیتزا می‌خوره، فرمولای ریاضی، فرمولای فیزیک به درد پیتزا می‌خوره، بچه‌های انسانی، تاریخ، جغرافی، روان، اقتصاد، وای وای روان، همه این مطالب مهمو می‌تونی بیاری در قالب پیتزا بخونی 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 عشق کنی. من الان دانش آموز می‌شم، روزانه 7 تا برگه پیتزا داره و داره کارشو انجام میده میاد جلو. ما یواش یواش تمام دی ان هایی که نوشتیم آروم آروم اون وقتی خلاصه شد، ویرایش شد، کوچیک شد، میکنیمش پیتزا و با مرور کردن اونا دی ان امون هم مرور میشه. حل، من اینو تا اینجا کامل یاد گرفتیم. حل حل، بریم جلو. من فقط دارم ورق میزنم. ما یاد گرفتیم دورهای جنبندی و روش خیلی کار دارم. ما روش قورباغه رو یاد گرفتیم و یاد گرفتیم برنامه ایدئال و حرفه‌ای باید این 4 تا ویژگی رو داشته باشه. حالا چون داریم میریم وارد استودیو فن بشیم، این صفحه خیلی مهمه. 1، برنامه باید هدفمند باشه، یعنی بدونیم که توی این برنامه تو کدوم دروس قراره پیشرفت کنیم، کدوم درس‌ها رو قراره ثابت نگه داریم. 2، برنامه باید شخصی باشه، یعنی برنامه روزانه زندگی، کلاس‌ها، روند تستی، چیدمان درس‌ها، کلاس‌های کمک آموزشی، کلاس‌های چه می‌دونم خارج از فضای آموزشی، همه باید توی برنامه ما قرار بگیره. مورد سوم، انعطاف پذیر باشه. یعنی چی؟ نباید انقدر سخت و عجیب و غریب و غیر معمول و دیوانه وار باشه که روزی 20 ساعت برنامه باشه. نباید انقدر شلوغ و از بین رفته باشه که طرف بخونه 5 سال دیگه درسو تموم کنه. باید یه حد وسطی رو واسه دانش آموز در نظر بگیریم که بر مبنای اون پیشرفت بکنه. و نکته بعدی اینه که تو هر شرایطی قابل استفاده باشه. آقا من برنامه نمیشه مشاورم باشم، بنا به دلایلی امروز یه 10 صبح مجبورم شروع کنم درس خوندنمو. این مدلی نباشه که اگه از صبح شروع نکرده باشی برنامه بخوره زمین، از اونجای کار به بعد بتونی ادامهش بدی. خب همه اینا رو کامل 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 ما یاد گرفتیم و فهمیدیم داستان چیه، رسیدیم به هابیت تریکر. یه قوقایی به پا شد، الانم هابیت تریکر آذر رو شروع کردیم که شدیداً بهت توصیه میکنم جدی بگیر، چون از استودیو فن نزدیک. ببین هر جمله‌ای که دارم میگم 15 بار میگم از استودیو فن، و تو چقدر باید آدم خام و جاهلی باشی که از استودیو فن رو جدی نگیری. تو از استودیو فن رتبه‌های کنکور سراسری کشف میشوند. بچه هایی که شروع نکنن از استودیو فن میتونن شروع کنن، بچه هایی هم که شروع کردن تو استودیو فن میتونن تثبیت کنن. بریم جلوتر. جلسه پیش ما یاد گرفتیم که اسباب اساسی همونو جمع کنیم، چمدونامونو ببندیم، آماده بشیم که از آذر این هواپیمای آروم آروم تیکاف کنه، اوج بگیره که تو استودیو فن یعنی دیما به اوج خودش برسه. این جلسه مهمی بود و حالا شروع پروژه اصلی کار ما. رفقا با 3 تا ماجرا استارت میزنیم، میایم جلو که دقیقاً درک کنیم من میخوام چیکار بکنم و چه ماجرایی قراره از الان به بعد شکل بگیره. تا اینجای کار به من بگو ببینم حالت خوبه؟ میگن مدرسه رو کماکان جدی نگیریم. 100%، فقط نمره برگه تو امتحانات نهایی. تمام. به نظر من کلاس رو تعطیل کنیم، چون میگم حالتون خوبه، همه زدن عالی و خوب و اینا، این کلاس به درد بچه های داغون میخوره. اولین کلاس مشاوره ای که میگه داغون ها بیان. کی خسته است؟ معدل تأثیری نداره، 30% تأثیر مثبت، اون 60% رو اعلام نکردم، به شما نمیرسه. فقط نمره تو برگه امتحان نهایی یعنی خرداد ماه. انضباط هم در کنکور تأثیری نداره، انضباط در کنکور تأثیری نداره. کی بودش؟ یکی از بچه‌ها به من میگفت معاونمون برگه، آها فیلمشو گرفتیم، مال بچه های وی آی پی، معاونشون بهشون زنگ زده گفته که انضباط تو قطعا زیر 15 میدم و تو نمیتونی کنکور بدی. آی معاون خدا ازت نگذره، تو دیگه کی هستی؟ خدا مگه تو دیگه کی هستی؟ یعنی چون نمیتونی بچه رو کنترل کنی چنین خالی بسی روزگار طرف رو سیاه کردی؟ بعد طرف به عنوان کلاس تقویتی روزانه 3 ساعت رو به دیوار دست به سینه میشینه که انضباطش قوی شه. نکن این کار. حله.
بریم شروع کنیم. خب همه اینجا، همه اینجا رفقا، ما میدونیم که رتبه برترهای کنکور سراسری سه تا ویژگی خیلی مهم دارن. یک، خیلی مردن، فارغ از جنسیت مردونه رفتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی حرفشون خدا وکیلی با عملشون یکیه. آقا این خیلی ارزشمنده که حرف طرف با عملش یکی باشه. دوم، این داستان مهم، من تو رتبه هایی که تا الان داشتم امکان نداشت من برنامه بدم این بچه اجرا نکنه. یعنی هر اتفاقی در کائنات میافتاد این برنامه رو اجرا میکرد، هر بدبختی داشت میذاشت کنار برنامه رو اجرا میکرد. این تا اینجای کار، این خیلی اهمیت داره، این خیلی اهمیت داره و بنابراین باید حواسمون جمع این داستان باشه که رتبه برترها حرفشون و عملشون یکیه. یعنی میگه آقا میخونم، جمع میکنم، فلان میکنم، مولا درزش نمیره. دو، میگه آقا برنامه بده اجراش با من. و سه، این گروه از بچه‌ها، بچه‌ها این سه تا آیتم رو گوشه ذهنتون داشته باشید، همینجا کف دستتون اصلا بنویسید، همین الان کف دستتون بنویسید، بعد کلاس عکس بگی برای من بفرست، کف دستت الان بنویس. یک، حرفش با عملش یکیه. دو، برنامه‌اش اجرا میشه. سه، با تمام سلولای بدنش ایمان داره به این جمله، گوره بابای گذشته با تمام سلولهای بدنش به این جمله اعتقاد و ایمان داره. حرفم با عملم یکی باشه، حرفم با عملم یکی باشه. خسته بشم از این که قول بدم، وعده بدم، فردا میخونم، از هفته دیگه میخونم، از پس فردا میخونم. خیلی ابلهه کسی که این مدلی میاد جلو. دو، هر برنامه ای مشاورم میده، برنامه فردی، چشم بسته بذارم رو تخم چشم اجرا کنم. سه، گوره بابای گذشته. اینو تا اینجا یاد بگیر، بریم شروع کنیم داستانو که دقیقاً بفهمیم داستان چی و چه اتفاقی میفته. بچه اینقدر توی معدل نباشید و سوال نپرسید، تعطیل داستانه، داستانه تعطیله، اصلا بهش فکر نکنید. هر موقع هر اتفاق قطعی بیفته من میگم دیگه، ما امسال برای دوازدهم ما فقط امتحان نهایی رو در نظر میگیریم، بقیه داستان هیچ خبری نیست. با خیال راحت، با خیال راحت. مدرسه اگه بهت فشار میاره معدل بیاد بالا، چون معدل برای مدرسه خیلی جایگاه خاصی داره و اعتبار میاره. مدیرای عزیز، خیلی مخلصی، معاونین عزیز، خیلی دوستتون دارم، مؤسسا رو چشمایید، معلم ها، شما که اصلا جایگاهتون محفوظ، ولی اینا کنکور دارن. تو رو قرآن بهشون راست بگیم دیگه، خالی نبندیم براشون خدا وکیلی، چیزی رو نگیم که بعدن بدونیم اون حرفمون غلط بوده و باعث شدی زندگی یه آدم خراب شه. میدونید الان چقدر آدمه به درد بخور تو کنکور سراسری بین این بچه ها داریم که میتونن رتبه بشن، برن یه دانشگاه خوب، یه رشته خوب بخونن، یه آینده خوب براشون بساز، برای خودشون بسازن، ولی شما با این جمله که نه معدل مهمه، باید بشینی هویت بخونی، باید بشینی بهداشت بخونی، ترم یک خیلی اهمیت داره، مستمر باید بالا بگیری، اگر مشقاتو ننوشتی انضباطتو میارم پایین، اگه تو کلاس ها حضور نداشته باشی فلان میکنم بیسا میکنم. میدونید با این جمله چقدر از بچه های خوب از بین بردیم تا حالا؟ میدونید چقدر از بچه هایی که میتونستن رتبه بشن با این جمله ها نتونستن کار پیش ببرن، نتونستن برای کنکورشون با کیفیت بخونن؟ میدونید نیست و نابودشون کردیم، باید جواب پس بدیم. اون بچه‌ای که الان استرس میگیره میچسبه به امتحان مستمر رو ترم یک و هویت و بهداشت و سلامت و این داستان‌ها، این بچه از کنکورش فاصله میگیره. بعدن اگه نتیجه نگیره مسئولش خود شمایی ها، مسئولش خود ما، هممون میدونیم تو یک رنج خاص همه چی قابل قبوله. فشار علکی نیاریم معلمای عزیز دل، من یک کوچولو هم با شما صحبت دارم، معلمای درجه یک مدرسه، تو رو خدا مشق ندید. شما که میدونید این بچه دار و ندارش کنکورشه، این بچه بیچاره 12 سال درس خونده، تمام این تایم ها تشریحی بهش یاد دادیم که برسه به امتحان مهم زندگیش که کنکوره، حالا گفتیم بیا تستی بخون. تو رو خدا معلمای 12 نبندید این بیچاره ها رو به تشریحی، تمرین بهشون ندید حل کنن، مردونه بذارید یکم تست بزنن. اینا کنکور دارن، کنکور تشریحی نیست. این جمله عجیب و غریب قدیمی هم فراموش کنیم که تا زمانی که تشریحی نفهمیدی و نمره نگرفتی تست نمیتونی بزنی. به خدا اینجوری نیستش. کنکور تستی، روش تستی داره خیلی جاها. این روش های تشریحی که گفته میشه به درد نمیخوره.
من واقعا دلم داره میسوزه که این حرفا رو میزنم خدا وکیلی. الان این جمله هایی که دارم میگم میدونید برای خودم چقدر دارم دشمن تراشی میکنم؟ میدونید چقدر مدیر و معاون و معلم رفیقای منن که دشمنم میشن؟ ولی بذارید بگم، ما مسئولیم در قبال این بچه ها. آینده این بچه ها رو ماها داریم میسازیم. اگه این بچه به واسطه یه حرفای غلط ما نتیجه نگیره، به خدا تا آخر عمرش ما رو نمیبخشه ها. ما هممون این داستان رو میدونیم. این که بچه داره کلاس کنکور میره، معلم فیزیکش راه حلای تستی بهش یاد میده که این بتونه تست بزنه، بعد اونو میاد تو برگه امتحان مینویسه، جواب آخرم در میاره، شما روش خط میکشی میگی به دردم نمیخوره، باید این چیزی که گفتم تشریح بنویسه. این بنده خدا میخواد کنکور بده، این میخواد تست بزنه، درصد به دست بیاره. ما یکم باید یه جایی حواسمون به هم باشه. این بچه ها الان تو 17-18 سالگی اگر اینجوری بهشون بگیریم اوزارو سخت و درب و داغون و له و لورده با اطلاعات غلط، پس فردا اینا دیگه اصلا حساب نمیبرن از حرف هیچ معلمی، حال نمیکنن با طرف، حس خوب نمیگیرن نسبت بهش، خاطرات بد تو ذهنشه. همین الان بچه های 12 فردا صبح شنبه نظرخواهی کنید، برگه سفید بذارید جلوشون توی کلاس که الان 90% حضوری شده، بگید بنویس چه حسی داری نسبت به کلاست. بعد از اون طرف دست اون معلم هایو میبوسم که دارن کنکوری با بچه ها کار میکنن. آقای معلم، خانم معلم که به بچه نکته تستی هم میگی، دمت گرم، وظیفت نیست ولی خیلی ماهی، خیلی درجه یکی، نوش جونت در آمده، نوش جونت پولی که داری به دست میاری. خدا میدونه که من و همه کنکوری ها مخلص امثال شما هستیم که درک میکنید، درک میکنید که آینده ی این بچه یه عدده، اون عدد که رتبشه آینده علمی این بچه رو متاسفانه میسازه و ما باید هر کاری بکنیم که این بچه تو آرامش 100% اون آینده رو به دست بیاره. این میزه جلومه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. این بچه تو بدترین شرایط ممکن گیر کرده و ما وظیفه‌مو اینه حالش رو خوب کنیم که بتونه اونور نتیجه بگیره. سخت نکنیم ماجرا رو، کنکور رو درک کنیم، چه درست چه غلط، با بچه‌هامون همراه باشیم که تهش بشه نتیجه. دمتونم گرم که انقدر باحالید و درک میکنید. معلم‌های درس‌هایی که متأسفانه درس شما توی کنکور سراسری نیست، مرسی که انقدر مسئولیت پذیرید و درک میکنید و هوای بچه ها رو دارید و رو اون درس اذیتش نمی کنید. معلم های عزیز دل هویت، معلم های سلامت بهداشت، معلم های نگارش، خیلی باحالید شماها. شما آدم های درجه یکی هستید که درک میکنید استرس بچه ها رو. درس شما تو کنکور نیست، همین که بهشون فشار نمیارید، مجبورشون نمی کنید اون کتابو بخونن، اذیت بشن فلان بیسار رو این داستانا، مخصوصا در طول سال کارتون درسته. آخر سال برای امتحان نهایی یه ماه قبلش وقت میذاریم، جمعش میکنیم، تشریح میخونیم، نمره خوبم میگیریم. همو درک کنیم. این بچهای 17-18 ساله زندگیشون این کنکور است. بعد کنکورم از همه سوال میپرسن رتبه چند شد؟ کسی نمیگه معدل چند شد. متاسفانه یه سری از دانشگاه خاص هستن معدل میخوان، ولی 99% از بچه ها طالب دانشگاه های غیر خاص. مرسی، دمتونم گرم. خب حل بچه ها، بریم جلو. من فکر کنم حرف دل همه بچه ها بود. آره بچه ها، آره خدا وکیلی، من هر چی شنیدم از شماها گفتم. خب خدا رو شکر، خیلی خوبه، بچه های فارغ التحصیل هم دارن تایید میکنن. دمتون گرم. به خدا مدیر و معاون و معلماتون گل گلن. یه سری قوانین وجود داره، اونا هم دارن بنده خدا اذیت میشن دیگه، ولی هواتون رو دارن، آدم های خوبی هن. دمتون گرم، بریم شروع کنیم. خب آقا، من این سه تا ماجرا رو فهمیدم، برم ادامه داستان ببینم اصلا قضیه چیه. بچه، موضوع این جلسه ما یه موضوع خیلی جذاب و دوست داشتنیه. ما میخواییم معادله پیشرفت یا CCT رو تو این جلسه بررسی کنیم که یه چیز عجیب و غریبه و به نظر منم تا الان به جز سیستم مشاوره و برنامه ریزی، من بعید میدونم تو سیستم مشاوره و برنامه ریزی در مورد این داستان صحبت کرده باشن. بچه، قضیه مدرسه رو دیگه خدا وکیلی تمومش کنیم بریم ادامه بدیم.
دلتون چقدر پره از مدرسه، چرا؟ نگاه کن حله. اوکی حرفامون رو زدیم در مورد مدرسه، ولش کن دیگه، کاری نداریم با مدرسه، بریم ادامه داستان. نه دیگه، دوست باشید با هم، بریم ادامه داستان، جنگ و دعوا نشه. خب ما در مورد یک ماجرای امروز میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم که از نظر من خیلی از بچه ها رو توی این مدت داره اذیت میکنه و اعصاب روانشون رو داغون کرده. پروژه تحت عنوان خستگی. دانش آموزای کنکوری از شروع آذر تقریبا یکم وارد یک فضایی میشن، وارد یک فرایندی میشن که این خستگی حس و حال بد بهشون میده و عموما نمیتونن خیلی خوب و با کیفیت نتیجه بگیرن. ما میخوایم این داستان رو درست کنیم، در موردش صحبت کنیم، تحلیلش کنیم، ببینیم اصلا قضیه چیه و باید چیکار بکنیم که این خستگی آروم آروم از بین بره، حالمون خوب بشه و تهش خط بشه به یه اتفاق خوب، اما با یک ماجرای دقیق و حساب شده، با یک حرف حرفه‌ای که تهش خط بشه به یک ماجرای خوب. رفقا همه حواستون اینجا باشه، ما یه معادله‌ای داریم تحت عنوان معادله پیشرفت یا CCT. میگیم آدم‌ها پیشرفت می‌کنند اگر یک سری شرایط خاص براشون فراهم باشه یا خودشون این شرایط رو برای خودشون فراهم کنن. اما این شرایط از کجا میاد، چیا هست و ما باید چیکار کنیم که به اون پیشرفته برسیم؟ ما میگیم وقتی ماها خسته میشیم، اولین اتفاقی که برامون میفته به واسطه این حس خستگی، آروم آروم آرامش خودمون رو از دست میدیم. وقتی خسته میشم ذهنم درگیر میشه، وقتی خسته میشم بدنم افت میکنه، آروم آروم سطح آرامشم میاد پایین و ما هممون میدونیم وقتی سطح آرامشمون میاد پایین، وقتی حالمون مثل قبل خوب نیست و آروم نیستیم، یواش یواش حد تمرکزمون افت میکنه. بنابراین توی معادله پیشرفت یه حرف مشخص میزنیم، میگیم اگر میخوای سطح تمرکزت در بالاترین حالت ممکن باشه، باید آرامش زیادی داشته باشی و خستگی کمی داشته باشی. ما میگیم اگه میخوای این اتفاق برات بیفته، باید حواست به این جدول باشه. اون افرادی که خستگی ندارند، اینجا نمیزنم بهتی؟ چی؟ نکشه. اون افرادی که اینجا نمیدن رو صفحه، اون افرادی که سطح خستگیشون پایین میخوان باشه، خستگیشون کمتره، کمتر خسته میشن یا خستگی درشون تأثیری نداره، قطعا آرامش بیشتری دارن و قطعا حد تمرکزشون بالاتره و روونتر و راحتتر میتونن نتیجه بگیرن و درس بخونن. اما اون عده از بچه هایی که دوچار خستگی هستن، آرامش از بین میره و تمرکز نیست و نابود میشه و درسی هم تو کار نیست. پس اگه این روزها میبینی خیلی حد تمرکزت بالا نیست، قطعا خیلی آروم نیستی چون خسته. اما این خستگی چیه؟ یعنی که آقا من شب زیاد بیدار موندم، تعریف خستگی اینه؟ یعنی من بدنم خسته است، تعریف خستگی اینه؟ یعنی من ذهنم خسته است، تعریف خستگی اینه؟ آقای ذوالفقاریه، میشه دقیق به من بگی تعریفت از خستگی چیه؟ اصلا خستگی یعنی چی؟ ما میگیم
مهمترین عامل از پا در آوردن یک دانش آموز قطع به یقین فقط و فقط و فقط همین یک کلمه است: خستگی. آدم خسته آروم آروم حتی اگر قولی از انگیزه باشه انگیزش رو از دست میده. آدم خسته آروم آروم وقتی بی انگیزه شد بی هدف میشه، و آدم خسته آروم آروم وقتی که انگیزش کم رنگ شد و هدفش آروم آروم محو شد میره به سمتی که توی کنکور سراسریش دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشه و به نوعی از پا در میاد. اما این خستگی دو حالت داره، یا خستگی روانیه یا خستگی جسمیه. همتون میدونید که من به لحاظ شرایط خواب کمترین ساعت خواب رو توی شبانه روز دارم و تمام سعیم رو کردم که با وجود این فرایند خودم رو حفظ کنم و شرایط خودم رو نگه دارم. این خستگی خستگی جسمیه، میتونم با استراحت کردن خودم رو روبراه کنم، ولی وای به زمانی که من به این نتیجه برسم که دچار خستگی روانی شدم. ما امروز میخواییم در مورد این داستان صحبت کنیم. چجوری بفهمیم خسته ایم؟ کدوم یکی از خستگی آمد سرمتمون؟ و چجوری میتونیم آروم آروم این مشکل رو برطرف کنیم؟ بریم ببینیم که باید چه اتفاقی بیفته. همه ی بچه ها دارن فرایند خستگیشون رو میگن، جسمی یا روحی؟ ما میگیم خستگی جسمی وقتی میاد سراغمون قابل شناساییه. سطح اسید لاکتیک توی عضلات میره بالا، بدن آروم آروم منقبض میشه، حس و حال خراب میشه، احساس میکنم اگه الان نگیرم بخوابم از دست میرم، هر چیزی که میخونم متوجه نمیشم، کلن تو در و دیوارم، مغزم محو محو، گنگ گنگم. آقا یه مطلب ساده رو 5-6 بار به خودم اومدم دارم از روش میخونم بازم متوجه نمیشم چیه. اگر چنین اتفاقی برات افتاد تو دچار خستگی جسمی شدی، قطعه به یقین با استراحت کردن، مخصوصا نرمش کردن، دوش آب گرم، ماجراهای شبیه این خستگی جسمی میتونه برطرف بشه. عموم بچه‌هایی که به من میگن چجوری روزمون رو شروع بکنیم که دچار خستگی و خواب‌آلودگی نشیم، این جمله رو از من میشنون: صبح تو اون تایمی که مشخص کردم برای چالش ورزش از خواب بیدار شو، برو بیرون، بدو، ورزش هوازی نجاتت میده، برگرد آزمون صبحانه بده اگه ترت وی آی پی یا پروفشنال، یه دوش بگیر در حد 3-4 دقیقه، طرفای 9:30 هم یه ویتامین سی بنداز بالا. اون ورزش صبحگاهی قشنگ تو رو حفظ میکنه و رو به راهت میکنه. اما در کنار همه اینا فرایندهایی مثل محیط مطالعه استاندارد، حالا میز تحریر، نور محیط، دماش، سکوتش، عدم وجود عوامل حواس پرتی، همه اینا بهت کمک میکنه. جایی که تو داری توش درس میخونی قطع به یقین باید فرایندی داشته باشه که ذهن تو خیلی پرت نشه از ماجرا، حاشیه‌های ذهنی نیاد سراغت، عکسی رو در و دیوار نباشه که تو رو یاد خاطرات بندازه، یه موسیقی دمدمای اونجا پخش نشه که هی ذهن تو درگیر کنه، کنار اتاق کسی دیگه‌ای نباشه، صدای تلویزیون بلند نباشه که بشنوی، بهتر جایی نباشه که تخت خواب اونجا باشه و تو هر از گاهی که تخت خوابتو نگاه میکنی بری سمتش. البته 90% بچهای ما تو چالش تخبی تخت جمعش کردن، تخت خواب را شرش راحت شدن. اما همه این عوامل کنار همدیگه جمع میشه که آروم آروم ببره تو رو به سمت خستگی جسمی. محیط های گرم الان کشنده است، اینکه تو سر صبح بری بیرون بدوی بیای بعد بری بشینی کنار رادیاتور شوفاژ و شومینه بخوای درس بخونی، قطع به یقین خوابت میگیره. پس محیط اطرافتو باید آروم آروم شناسایی بکنی و کاری انجام بدی که این خستگی جسمی سمت تو نیاد. و ما همه اینا رو میدونیم که تغذیه مناسب، اختصاص دادن زمان برای ورزش و تفریح، البته
در حد خیلی کم میتونه کمکمون بکنه برای اینکه آروم آروم این خستگی جسمی برطرف بشه. خیلی از بچه‌ها به لحاظ فرآیند تغذیه‌ای اوضاع خوبی ندارن الان، یعنی تو سال کنکورش وقتی من دارم نگاه میکنم به روند برنامه غذایی که داره پیش میبره در و داغونش، من قرار نیست به تو برنامه غذایی بدم که اینو بخوری اینو بخور، تو که بدنسازی نیومدی من برای تو رژیم غذایی بنویسم، ولی اینکه صبحونه کاملی نمیخوری، اینکه قشنگ خودتو بسی به نوشابه انرژیزا، اینا همه فاجعه است. یادت نره تو باید در درجه اول بدن سالمی داشته باشی که بتونی ازش کار بکشی و مطالعه ایدئال و استانداردی داشته باشی. بنابراین خستگی جسمی به سراغ من میاد. اگر همین چند تا عامل ساده رو رعایت نکنم، اگر این چند تا عامل ساده رو در نظر نگیرم، و من میدونم مهمترین عاملی که میتونه از بدن من عین یه ساعت کار بکشه بدون اینکه خسته بشه، قطع به یقین ایجاد کردن یک فرایند منظم نصب خیلی کمکم میکنه. ساعت صبحانه، ساعت نهار، ساعت شام، مامانایی که الان توی کلاسمون هستن، مادرای عزیز سلام، لطفا اینا رو رعایت کنیم و تایمش رو مشخص کنیم. ما خیلی داریم این جمله رو از بچه‌ها میشنویم که آقا تایم غذای ما مشخص نیستش، هر تایمی بشه باید برم اونجا برنامه و هم میرزه زندگیم درب و داغون میشه. رفقا این ماجراها باید مشخص باشه، تایم خواب باید مشخص باشه، 12 تا 6 که من روال پادگانم هست باید هر جوری که شده رعایت بشه و تو باید ملزم بشی که تمام این قوانین رو رعایت بکنی. حالا من یه سوال میپرسم ازت، خیلی خودمونی، بر مبنای این تخته خستگی جسمی رو تعریف کردیم، گفتیم تغذیه، ورزش، خواب، محیط مطالعه میتونه به ما کمک کنه که دچار خستگی جسمی نشیم. از 100% به میزان رعایت خودت تو این عوامل چه نمره‌ای میدی؟ چند درصد؟ عددا افتضاح. یاسین کمیجانی که منفی 12 داره، یاسین عالیه. یاسین خوب شدی؟ اسباب کشی انجام شد؟ اسباب کشی جنت. درصدا رو ببین. پس شما چجوری زنده اید؟ آره این محیط مطالعه شدیداً به رفت آمد مهمان ها هم ربط داره خانواده های عزیز. با هشتگ نب مهمان سال کنکور رو میخواییم سپری کنیم. نه حتما نباید پشت میز باشه. بچه من یه چیزی درست کنم اینجا بگم. ما قراره که فرایند مطالعه‌مون رو به سمت و سوی ببریم که بازده بالایی داشته باشه، خستگیمون کم باشه و به واسطه اون بتونیم نتیجه بگیریم. هر محیط مطالعه‌ای که به تو کمک میکنه ایدئال‌تر درس بخونی قطع به یقین مورد تاییده. اما روش‌های مطالعه غلط رو نمیخوایم ادامه بدیم. یک سری ناهنجاری وجود داره که اون ناهنجاری‌ها اگه الان رفع نشه بعداً داستان میشه. بچه‌هایی که با موزیک درس میخونن، بچه‌هایی که راه میرن درس میخونن، بچه‌هایی که میگیرن میخوابن درس میخونن، تو شیراز خیلی زیاده، میگیرن میخوابن درس میخونن. یه چیزی رو یاد بگیریم بچه‌ها، حتما این توی ذهنتون باشه، شما باید حتی مقدور طوری درس بخونید که روز کنکور میخواید کنکور بدید. روز کنکور تو یک فضای مشخص نشستی داری آزمون میدی، نمیتونی موزیک گوش بدی، نمیتونی راه بری، نمیتونی بلند بلند بخونی. سعی کن تا جایی که میتونی اینا رو کنترل کنی، نمیگم حتما 100%، تا جایی که میشه، یعنی ادا در نیار. ما یه موزلی که داریم طرف میره تو کنکور رتبه میشه، چون اون راه میرفته درس میخونده همه میرن راه میرن درس میخونن که رتبه بشن، چون اون با موزیک تست میزنه همه میرن موزیک گوش میدن که تست بتونن بزنن و رتبه بشن. ادا در نیار، خودت باش که دقیقاً یه اتفاق خوب برات بیفته. خب حل تا اینجا، بریم قسمت بعدی. اما خستگی روانی که اصل داستانه و به نظر من مهلک‌ترین قسمت پروژه همینه و خیلی جای بحث داره، این روزها خیلی از بچه‌ها رو داره مچاله می‌کنه و از بین می‌بره. تو شیشتون حواسه اینجا باشه در مورد یه خستگی روانی که صحبت کنیم قشنگ متوجه میشی داستان چیه و چه اتفاقی داره میفته و اگر این داستان رو درست نکنیم ختم میشه به چه ماجرای عجیب و غریب. پس یک،
تا اینجای کار من به تو گفتم چه چیزهایی به تو کمک میکنه که خستگی جسمی سراغ تو نیاد. برو برطرفش کن، ورزشو جدی بگیر، تغذیه رو جدی بگیر، خوابو جدی بگیر، محیط مطالعه رو جدی بگیر. حتماً 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 حواست به تمام این عوامل باشه و در کنار اینا پروژه استراحت و تفریح جدی بگیر. وقتی من برنامه‌تو در طول هفته می‌نویسم و جمعه تو رو رها و آزاد می‌ذارم، اگر تو بتونی در طول هفته کارتو درست انجام بدی، قطع به یقین جمعه میشه تایم تفریح برای تو و به تو کمک میکنه، همون تفریح همون استراحت که رو به راه باشی واسه هفته دیگه. ما نمیخوایم عقب افتادگی در طول هفته داشته باشی که بتونی از جمعه ها از این ور داستان استفاده بکنی. در مورد خواب هم کامل صحبت کردیم. 12 تا 6 صبح تو فرایند پادگان تایم خاموشی و تو میتونی تایم خواب داشته باشی. اگر میبینی به تایم بیشتر نیاز داری، میتونی برنامه‌تو در طول روز سریعتر تموم کنی به شرطی که کیفیتش حفظ بشه، از اون ور شب زودتر بگیری بخوابی. اما بریم سراغ عواملی که در واقع خستگی روانی رو ایجاد میکنه و راه‌های شناختش. ببینیم داستان چیه. ما میگیم از مهمترین دلایل خستگی روانی در درجه اول میشه به بی‌هدفی و ناامیدی اشاره کرد. آقا من یه چیز خیلی ساده بهت بگم، شیشتونگ پیش من باش. ببین خیلی ساده، خیلی رفاقتی، خیلی رو میخوام صحبت کنم. چقدر خوبه تو این جلسه مامان باباها هم باشم. وقتی تو نمیدونی قراره چی کار کنی، چرا باید حالت خوب باشه؟ وقتی تو نمیدونی قراره به کجا برسی، چرا باید حالت خوب باشه؟ وقتی تو نمیدونی از خودت چه انتظاری داری، چرا باید حالت خوب باشه؟ حالت فقط تو شرایطی خوبه و روبراهی که تکلیفت با خودت مشخص باشه. بزرگترین درد میدونی چیه برای انسان؟ بلا تکلیفی. حس بلا تکلیفی مثل آدمیه که محکوم به اعدام شده و تو اون روزای آخر بهش میگن احتمال داره رأی برگرده. پیر میشه تو اون روزای آخر، چون تکلیف معلوم نیست، چون تا لحظه آخر نمیدونه چی میخواد بشه. آدمای بلا تکلیف یه روز امیدوارن یه روز ناامید و این دستانداز و پستی و بلندی بیچارشون میکنه. آدمای ناامید یه روز حالشون خوبه یه روز حالشون بده، چون نمیدونن از خودشون چه انتظاری دارن. رفیق، عامل اصلی و اصلی و اصلی خستگی روانی بی هدفیه. کسی که نمیدونه چی میخواد، کسی که از خودش نمیدونه چه انتظاری داره، داغون میشه تو خستگی روانی. تو خستگی روانی به فنا میره. اما آدمی که کورسوی امید داره، هدف داره، افق داره، تکلیفش با خودش مشخصه، اون آدم هیچ وقت خستگی روانی رو تجربه نخواهد. و من باورم اینه، خستگی جسمی میاد با خواب و خوراک مناسب میره و گورشو گم میکنه، اما خستگی روانی تا زمانی که تو به خودت نیای نمیره. خستگی روانی میاد و مثل اون تارهای عنکبوت تمام اهداف و انگیزه و حس امیدواری تو رو کامل کامل مال خود میکنه. اول تو رو گیر میندازه، بعد ذره ذره روحتو میمکه و این فاجعه است. و این جمله رو بارها از من شنیدی که اگر میخوای زندگی ایدئالی داشته باشی، اول بگو چی میخوای داشته باشی. آدم ها دو مدلن، طرف تو خیابون نگه دار، بهش بگو یه لحظه وایسا، چه ماشینی دوست داری؟ میگه یه ماشین قرمز.
طرف تو خیابون نگه دار، بهش بگو چه ماشینی دوست داری. میگه ببین یه فراری 2012 مدل فلان قرمز تومارون دور فرمون زرد فلان بیسار دقیق استیلای تمام استیلای سپرش هم بهت میگه چی چه رینگ و لاستیکی داشته باشه. آدمو با هم فرق دارن. طرف تو خیابون نگه دار، بگو چه ماشینی دوست داری. میگه نمیدونم اصلا ماشین دوست دارم یا نه. آدم ها با هم فرق دارن. خستگی روانی به مراتب خستگی جسمی بدتره. به مراتب خستگی جسمی بدتره، چون به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی تا زمانی که تو درمونی براش پیدا نکنی اون نمیره، اون با تو همراه میمونه. آدمی که نمیدونه چی میخواد حق نداره گله کنه از خسته بودنش. تو باید ولع رسیدن داشته باشی. یه موقعی من بعضی جاها صحبت میکنم میام میگن آهای ذوالفقاری یه مدلی حرف میزنی همش اینو بگیر اونو به دست بیار فلو. بابا یکم آروم تر. چی آروم تر؟ بابا یه بار فرصت زندگی داریم. من توی یک بار زندگیم باید برسم به تمام آن چیزهایی که لیاقت داشتنشان را دارم به هر قیمتی. به هر قیمتی. این که یه گوشه بشینم ندونم که چی میخوام از خودم چه انتظاری دارم و اومدم که چی کار کنم، این که خود مرگه. این که خود مرگ و نیستیه. یه جایی حرف میزنم پدر یکی از دانش آموزام اومد بهم گفتش که آقای ذوالفقاریه این مدلی که تو صحبت میکنی همش فرایند دنیوی. و آقا اصلا فرایند دنیوی؟ پس این همه نعمت و برکت و حس و حال قشنگ و اتفاقای خوب تو دنیا خدا اینو برای کی آورده؟ برای منه دیگه، برای توی دیگه. چرا نباید بهش برسم؟ چرا نباید ازش استفاده کنم؟ و خدا خودش میدونه که اون دنیا اولین سوالی که از ما میپرسن اینه: از دنیا راضی بودی؟ استفاده کردی؟ رسیدی به اون چیزایی که لیاقتشو داشتی یا نه؟ و تو چی داری جواب بدی؟ نه، یه عمر ندونستم چی میخوام، یک عمر بی انگیزه بودم، یک عمر ندانستم که برای چی اومدم. ما تمام زندگیمون در همین یک جمله است. به چه میاندیشی؟ همان خواهی شد. خستگی روانی زمانی میاد سراغ تو که یک سوراخ سنبه‌ای در امید و انگیزه تو پیدا کنه، یک سوراخ سنبه‌ای تو ذهن تو پیدا کنه، یه دری اینجا باز پیدا کنه، بیاد و رخنه کنه و مهمون ناخونده بشه و بمونه. و من همیشه اینو گفتم، فکر به ناامیدی و بدبختی و نیستی و پوچی تداوم میاره تو همین زمینه. چون مغز انسان از نظر من شدیداً خودش پیگیر فکر کردن به موضوعات منفیه، از کاه کوه میسازه. پالایش کن مغزتو. همه این دنیا هست تا تو حالت خوب باشه. چرا نباید به اون ماشینی که دوست داری برسی؟ چرا نباید اون خونه خوبه رو داشته باشی؟ چرا نباید با اون آدمی که عاشقشی زندگی کنی؟ چرا نباید درست و درمون بری و بگردی و بخوری و بپاشی و بریزی و کیف کنی و اشغال کنی؟ چرا نه؟ و آدمی که درست زندگی میکنه دنیای بعدی خوبی هم خواهد داشت، چون حس خوب زندگی داره، چون آرامش داره. خستگی روانی زمانی میاد سراغت که تو خودتو در خودت میکشی، تو خودتو در خودت غرق میکنی و نابود میکنی، تو خودت رو خودت سرپوش میذاری. خستگی روانی زمانی میاد سراغ تو که خودت به خودت میگی نه، من نمیتونم،
نه این کار من نیست، نه من در کنکور نتیجه نمیگیرم، نه من به اون زندگی نمیرسم، نه من به اون درآمد نمیرسم. تو خودتو در خودت داری میکشی. و من همیشه اینو میگم به دانش آموزا، هر جا که صحبت میکنم این جمله رو گفتم در باب خستگی روانی، بعضی از آدمهای بی‌لیاقت خودکشی روانی انجام میدن، خودشونو در وجود خودشون دار. این آدم ها لحظه خودشونو به دار آویزون میکنن که شروع میکنن استفاده از این جملات. نمیتونم، من نمیرسم، این کار کار من نیست، این راه راه من نیست. نجات بده خودتو، نجات بده خودتو. اولین قدم برای اینکه فرار کنی از خستگی روانی اینه که خودت یه جاهایی شده به خودت دروغ بگی. دروغ بگو. تو پایه علمی خوبی نداری ولی بگو من انسان میتونم، من بهش میرسم، من میجنگم، من میتونم، این راه راه منه، این مسیر مسیر منه. قدم اول برای مقابله با خستگی روانی همینه، تو پالایش کن. درای مغز تو رو به تمام امواج منفی هایی که دارن سمتت میان، رو به تمام موت های منفی ببند و با صدای بلند اینو تو وجود خودت تکرار کن: من میتونم، من میتونم. خستگی روانی زمانی میاد که موج بی هدفی و ناامیدی اومده سمتت. چون نتونستم نمیتونم، چون نشده نمیشه. داری خودتو در وجود خودت اعدام میکنی، داری خودکشی روانی انجام میدی. دنیا پر از آدمهایی، دنیا پر از آدمهایی که بارها یک راهی و رفتن و نشد، بارها یه کاری رو انجام دادن و نشده، ولی اونا یه ویژگی مهم دارن: سمج بودن و تهش شده. لیست کن تمام موضوعاتی که به تو فاز منفی میده. آقا دوستان میگن نمیتونی، خانوادم میگه نمیتونی، خودم به خودم بارها گفتم نمیتونی، همکلاسیام به خودم میگن نمیتونی، و آروم آروم اونا رو رها کن. یا اگه نمیتونی رهاشون کنی، کرشو و نشنو، کرشو و نشنو. ما نیومدیم تو این دنیا که به حرف بقیه خوب یا بد زندگی کنیم. ما نیومدیم تو این دنیا که دیگران برامون تصمیم بگیرن. برنده اونیه که درک کنه که آزاده، که حق انتخاب داشته باشه. هر اتفاقی 10 سال دیگه برات میفته قطعا مسئولش خودتی. فیلم بازی نکن بابام نذاش، مامانم نذاش، خانوادم جلومو گرفتن، مدرسم خوب نبود، رفیقام افتضاح بودن، جامعه درب و داغون بود، تحریم بود، فرایند کشور اینجوری بود. فیلم بازی میکنی برای چی؟ تو همین شرایط چقدر آدم میخوای بهت نشون بدم که دارن نتیجه میگیرن و درجه 1 میان جلو؟ چرا یه کاری نمی کنی پس؟ چرا فیلم بازی میکنی؟ چرا جست آدم بدبخت بودنه رو انقدر قشنگ داری نقشش رو ایفا میکنی؟ تا کی؟ آخرش که یه روز باید با خودت خلوت کنی، اون وقت با عذاب وجدانی چی کار میخوای بکنی؟ اون وقت چه بلایی سر خودت میخوای بیاری؟ چون 10 همم بد بوده، 11 همم بد بوده، پس امسالم بده. چون پارسال پشت کنکور بودم، پس امسالم پشت کنکور. چون بدبخت بودم، پس بدبختم. بسه. چقدر آدم موفق میخوای بهت نشون بدم که بارها شکست خوردم ولی اومدن وایسادن و شده؟
هیچ حواست به خودت هست؟ از روز اولی که اومدی توی پادگان تا الان میزان تغییرات تو داری میبینی؟ ریز ریز آروم تغییرت دادم و در ادامه هم این اتفاق میفته. تو آدم شیشه صبح بیدار شدن بودی؟ به فرض اینکه تمام این مدت بارها منو پیچوندی، شیشه صبح بیدار شدی، آزمون دادی ولی خوابیدی، ولی بیدار شدی، شیشه صبح آخر دیدی، پس تغییر کردی، پس میتونی ادامش بدی، پس این شیشه رو میتونیم بکنیم پنج، پس این پنج ساعت خوندن رو میتونیم بکنیم شیستا، پس این ست تا تست دادن رو میتونیم بکنیم ست و ده تا، پس این رشد ست تا یه تراز رو میتونیم بکنیم ست تا، پس اون رتبه 10,000 رو میتونیم بکنیم 1,000، پس اون آدم متوسط رو میتونیم بکنیم غنی، پس اون آدم بیچاره رو میتونیم بکنیم یه آدم متوسط. دنیا همینه. تغییرات بزرگ از قدم‌های کوچیک شروع میشه. تغییرات بزرگ از قدم‌های کوچیک و آسته آسته و آروم شروع میشه، به شرطی که پذیرفته باشی که باید این مسیر رو بری. مدرسه‌ت بده؟ چند تا رتبه میخوای بهت نشون بدم از بدترین مدارس ایران به رتبه‌های برتر رسیدن؟ شهرت محرومه؟ چند تا دانش آموز میخوای بهت نشون بدم از شهرهای بسیار ضعیف لب مرزی به رتبه برتر شدن رسیدن؟ خانوادت ضعیفن؟ چند تا آدم میخوای بهت نشون بدم که تو بدترین شرایط اقتصادی، تو بدترین شرایط اقتصادی به رتبه برتر شدن رسیدن؟ تو خونتون داد و بیداد و دعوا؟ چند تا آدم میخوای بهت نشون بدم که تو بدترین شرایط روح و روان خونه به رتبه برتر شدن رسیدن؟ از صبح تا شب مامان بابات دارن میکوبنت، چند تا رتبه برتر میخوای بهت نشون بدم که پدر و مادرش تشنه این بودن که این نتیجه نگیره؟ مقایست میکنن. چند تا رتبه برتر میخوای بهت نشون بدم که تو بدترین شرایط روحی و روانی فک و فامیل نتیجه گرفت؟ فیلم بازی نکن، از تو بدتر خیلی زیاده. مسئول خوشبختی تو 10 سال دیگه یا بدبختی تو 10 سال دیگه فقط تویی. خودت. و این تلخترین داستانه. که با وجود بدترین اتفاقها هم میشه خوشبخت شد اگر مسئولیت پذیر باشیم. دنیا پر است از آدم‌های با غیرتی که یاد گرفتند مسئولیت پذیر باشند. دنیا پر است از آدم‌های با غیرتی که یاد گرفتند مسئولیت پذیر باشند. دنیا پر است از آدم‌های بی غیرتی که یاد گرفتند توجیه کنند. تقصیرا رو گردن این و اون انداختن خیلی ساده است. یه عمر دروغ گفتن خیلی ساده است، اما یه جایی که اسمش پل خربگیریه، تو با وجدان تنها میشید، رو به روی هم وای میسید و باید با هم یه ملاقات تلخ داشته باشید. وجدانت از لحظه اول یه جمله میگه: چرا نشد؟ چرا نتونستی؟ چرا نکردی؟ چرا این راهو نرفتی؟ چرا عقب برگشتی؟ چرا ترسیدی؟ چرا پاد لرزید؟ چرا نرسیدی؟ و تو فقط باید سرت پایین باشه. و تو تمام این تایم سرت باید پایین باشه، چون مسئول تمام بدبختی های تو خودتی، هیچ کس دیگه ای نیست. هیچ کس. و این تلخترین اتفاقه که آدم نمیتونه سرنوشتش رو گردن کسی بندازه. نمیتونه. از صمیم قلبم برات دعا میکنم دوچار درد عذاب وجدان نشی. خودتو نمیتونی ببخشی.
دیوونه میشی، میشی یک روانی پر از عذاب وجدان. عذاب وجدان اینجا وای میسه، تو میگی نشد چون میگه خفش خودت نکردی، تو برمیگردی میشی نشد چون میگه چونی نکار نیست، تو نخواستی، تو به داد خودت برس. خستگی روانی میاد وقتی من بی هدف و ناامیدم، خستگی روانی میاد سراغ من کنکوری وقتی عقب موندم از کارهایی که باید انجام بدم. همین الان به من بگید چند نفر از شماها، چند نفر از شماها، چند نفر از شماها از برنامه درسی و کلاساتون عقب افتادید؟ بودو ببینم. مهدی به ما کافی میرسونیم. من قشنگ خوابم، فکر کنم دیشبم حدود 2 ساعت خوابیدم، قشنگ تو دیوار دارم زندگی میکنم. عالی. مثل موسیقی دردناک این صفحه چته، فقط یه صفحه چت میبینم صورتی و ثبت داره میره بالا. من خستگی روانی وقتی میاد سراغم که اولین عقب افتادگی درسی پیش میاد. من آدم ضعیفیم، راه شناخت آدم‌های ضعیف و مشاورم آقای ذوالفقاریه به من یاد داده. اون به من گفته آدم‌های ضعیف منتظر اولین نشونه برای کمکاری‌اند. آدم‌های ضعیف به محض اینکه اولین کمکاری به وجود میاد همه چیز رو رها می‌کنن. آدم‌های ضعیف کامبکی تو زندگیشون مطرح نیست. آدم‌های ضعیف برگشتی توی زندگی ندارن. اونا منتظر اولین عقب افتادگی و کمکاری‌اند که بتونن به فرایند غمبار گذشتهشون ادامه بدن. اما مشاورم یه چیز دیگرم بهم یاد داده. آدم‌های قوی وقتی عقب میفتن، وقتی کمکاری میکنن، وقتی بدبختی میاد سراغشون وای میسن، یه نفس عمیق میکشن و با خودشون این جمله رو تکرار میکنن. درسته که تا الان اینجوری بوده، ولی این به این معنی نیست که از الان به بعدم قرار اینجوری باشه. اونا رو به جلو حرکت میکنن، با گذشته کاری ندارن. چرا؟ چون گذشته محل زندگی آدم‌های ضعیف و بدبخته. آدم‌های قوی در آینده زندگی میکنن. آدم‌های قوی میگن بیا برات بگم چی میخوام. آدم‌های ضعیف میگن بیا برات بگم چی به سرم اومد. تفاوت دیدی؟ خستگی روانی میاد سراغم وقتی جو خونمون خراب میشه، وقتی شروع میکنن مامان و بابام رگباری لهم میکنن، وقتی شروع میکنن ناامیدم میکنن، وقتی شروع میکنن پرت و پلا بهم میگن، وقتی شروع میکنن منو مقایسه میکنن، وقتی شروع میکنن تو سرم میزنن، وقتی شروع میکنن بهم میگن دیدی نتونستی چون قبلرم نمیشد، مرسی بهت. خستگی روانی اینجوری میاد و درب و داغونم میکنه و له و لوردم میکنه. آره یا نه؟ آره یا نه؟ خستگی روانی لهم میکنه وقتی مامان بابام میان مثل ساعت گویا از صبح تا شب میگن اکنون 324 روز و 252 ساعت و 11 دقیقه دیگر به کنکور سراسری مونده. البته اگه 11 یا 10 باشی به همین سادگی. خستگی روانی وقتی میاد سراغم که من انقدر موجود ضعیفیم که عدم نتیجه گیری توی آزمونامو به جای اینکه با یک تحلیل درست آروم آروم خفیفش کنم هی بهش فکر میکنم و پررنگترش میکنم. آیناز که امروز با من صحبت میکردی حواست باشه. خستگی روانی وقتی میاد سراغم که آزمونم رو تحلیل نکنم، بشینم غصه بخورم، بپذیرم که موجود بدبختیم. خستگی روانی وقتی میاد سراغم که شروع میکنم خودم رو مقایسه میکنم.
آقای ذوالفقاری گزارشکار بچه خفنا رو داره میذاره، بعد من نگاه میکنم اونجا چه خبره و من خر چقدر کم کار. آقای ذوالفقاری کارنامه خفنا رو میذاره، من اونو نگاه میکنم و میبینم وای من بدبخت چه تراز داغونی دارم. بعد به این نتیجه میرسم بابا خفن تر از من خیلی زیاده، من قرار نیست امسال نتیجه بگیرم. مگه نه؟ مگه نه؟ به داد خودت برس که اوضاع خیلی خرابه. اما بیا یه قانونی رو با همدیگه یاد بگیریم که از الان به بعد بتونیم بر خستگیمون غلبه کنیم. اول یه ماجرای خیلی مهم، خستگی چیزی نیست که بشه حذفش کرد، خستگی همیشه هست. به خاطر همین ما میگیم یه قانونی داریم تحت عنوان قانون پایستگی خستگی. قانون پایستگی خستگی چی میگه؟ قانون پایستگی خستگی میگه خستگی نه تولید میشه نه از بین میره. خستگی فقط از یه حالتی به یه حالت دیگه تبدیل میشه. دقت کردی؟ الان که خسته درس خوندنی، قبلا خسته بازی کردن بودی. الان که خسته درسای کنکوری، بعدن قرار خسته درسای دانشگاه باشی. الان که خسته ی حرف مردمی، بعدن قرار خسته ی حرف دوستات باشی. الان که خسته ی نتیجه ی آزموناتی، بعدن قرار خسته ی سرکار و نتیجه گیری بیزینست باشی. خستگی تو تمام شرایط هست، اما به نوعهای مختلف و شکلهای مختلف، با رنگ ها و ابعاد مختلف، ولی بودنش همیشه هست. برنده کسیه که یه چیزی رو خیلی خوب یاد بگیره. و اون چیه؟ یاد بگیر خستگی تو مدیریت کنی. یاد بگیر با خستگیت میبایست چه رفتاری داشته باشی که از پسش بر بیای. خستگی میاد و از جلوی چشت رد میشه همینجوری. به محض اینکه یه جای خالی یه حفره‌ای تو مغزت پیدا کنه میره اونجا میشینه، دیگه هم بیرون نمیاد. میگیره و مدیریتت میکنه. مدیریت کن خستگی تو. بپذیر که همه چیز برای این که به تو جواب بدهد راهکار دارد. و برای این که نتیجه ایدئال بگیری میبایست مدیریت کردنشو یاد. امروز ته بدبختیش اینه خسته چی؟ درس عربی میخونم روانم رو داغون میکنه. رفیق تو بعدن قرار خسته شیفت بیمارستان باشی. امروز خسته چی؟ خسته آزمونام هم که نتیجه نمیگیرم. رفیق تو بعدن قرار خسته جلسه های شرکتت باشی، قرار مدیر بشی، باید مدیریتش کنی. زمانی که به این نقطه رسیدی آروم 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 اتفاق خوبه میفته. آدم هایی که مغز پخته تری دارن از این جمله استفاده میکنن. این خستگی برام شیرینه چون تو مسیر رسیدن به هدفم داره اتفاق میفته. من این خستگی رو دوست دارم چون دقیقاً تو همون مسیری داره برام اتفاق میفته که مسیر مقدس. همین باید یاد بگیریم درمونش کنیم این داستانو. و این فقط و فقط و فقط تو از پسش باید بر بیای، نه هیچ کس دیگه. یاد بگیر از الان به بعد هر موقع خوندن هر درسی خسته شدی بگی خدای شکرت الان دارم تمرین میکنم که پس فردا توی بیمارستان خستگیمو چجوری مدیریت کنم. پس فردا که جراح موفق شدم جراحی پشت جراح چجوری بتونم خودم رو کنترل کنم. پس فردا که یه مدیر موفق شدم چجوری بتونم جلسه پشت جلسه هندل کنم بیام جلو. پس فردا که یه قاضی موفق شدم چجوری بتونم دادگاه پشت دادگاه کم نیارم. پس فردا که یه مهندس قدر شدم چجوری بتونم پروژه پشت پروژه کم نیارم. پس فردا خستگی تا روز آخر زندگیت هست و با مرگ این قانون فسخ میشه و تموم میشه.
و برنده کسیه که در طول مسیر زندگیش خستگیشو مدیریت میکنه. من یه موقعی که دارم کم میارم لهو لوردم دیگه کم خوابیه اینجا وایساده داره دیوونم میکنه، دقیقا این جمله رو به خودم میگم: سوهیل، روز اعلام نتایج چه خستگی از تنت در بره. خسته شدن مثل پسنداز کردنه. تو وظیفت اینه که زیاد کار انجام بدی، زیاد خسته بشی که بتونه پسندازتو بیشتر کنه که بعدن رتبه بهتری بتونی بخری. طمع داشته باش تو این داستان. خدای شکرت که از خوندن و فهمیدن درس خسته شدم. راه نتیجه گرفتن همینه ها، به خدا همینه ها. خستگی تو مدیریت کن و این قانونو از الان به بعد لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه بهش عشق بورز. خیلی قانون قشنگیه بچه. قبول دارید؟ قبول دارید خیلی قانون باحالیه؟ خستگی هست، از یه حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه، فقط باید بلد باشیم تو حالت درجا نزنیم و تبدیلش کنیم. امروز اگه خستم برای آزمون قلمچی، فردا خسته باشم واسه شیفت بیمارستانم، پس فردا خسته باشم چون روانشناس موفقی شدم، کیس پشت کیس، همایش پشت همایش، چون معلم خفنی شدم، دانش آموز پشت دانش آموز، کلاس پشت کلاس، باید خسته بشم. آدمی که خسته نمیشه یه جای کارش میلنگه، یعنی یه گونی سیب زمینی افتاده یه گوشه. سگی شیرینه. دیدی یه روز تا آخر شب به کوب میخونی، داری له و لورده میشی، نا نداری ولی حالت خوبه؟ چون سگی شیرینی. آها، خستگی عالیه. آره خدا وکیلی. هر موقع احساس کردی که نباید خسته شی، ببری بمیری. لحظه یه مرگ، لحظه یه که همه خستگی ها میره. کدوم جراحی رو دیدی که بگه من خیلی از کارم متنفرم چون خیلی خستم؟ برو بابا فیلم بازی نکن، داری عشق میکنی، آدم خفنه شدی، داری حال میکنی، داری حال میکنی. خستگی شیرینه برات، خیلی شیرینه. نه بیخوابی اذیت هم نمیکنه، خیلی حال میکنم با این بیخوابیه، به خدا دارم جدی میگم بچه. دیدید دیگه، دیدید دیگه، یک تا یک شب دارم پیام جواب میدم، تا دو دارم پیام جواب میدم، چهار، پنج، شیش، بیداره بیدار، اصلا هم حالم بد نیست. چون خستگی شیرینه، چون یعنی راه درسته. وقتی زیاد خسته میشم یعنی کارمو درست انجام دادم، یعنی اتفاق خوبی داره واسم میفته، یعنی ماجراها داره ختم به خیر میشه. وگرنه کسی که خسته نمیشه بیکاره، یعنی یه جای کارش میلنگه، یه مشکلی هست که اینجوریه. خدا رو شکر کن داری خسته میشی، خدا رو شکر کن. من به خدا خدا رو شکر میکنم، میگم 3 ساعت خواب، 4 ساعت شد کافیه، خدای شکرت. دمتون گرم، دمتون گرم که حالم خوبه که انقدر رفیقای درجه یکی هستید. حالا بریم سر وقته. چند تا گروه آدم درب و داغون و دیوونه، ما با اینا خیلی کار داریم. رفقای خلوچل من همه اینجا با من هماهنگ و همراه، بریم ببینیم چه خبره. آقا یه چالش بیداری تا صبح کی بیه؟ کی پایس بریم؟ من حریف میطلبم. من رکورد 3 روز رو داشتم، حریف میطلبم. کی پای از تا صبح بیدار باشیم؟ امشب تا صبح بیدار قن و قن کنیم، درسا رو بزنیم، له و لورده کنیم. کی پای از؟ کی تا صبح؟ آقا مسئولیتش با خودتو، من 6 صبح از روز صبحانم هم میگیرم، با بیدار بمونی. ولی بهت اجازه میدم فردا شب 10 به بعد بخوابی. کی پای از؟ تا صبح بیدار؟ تا صبح بیدار؟ نگاه کن، ملتی جغد و خفاش داریم به قرآن، ببین چه بساطیه همه. بابا ماشاءالله امشب بیدار، همین امشب بریم
امشبو بریم یا نه؟ آره یا نه رو به من بگو. آره یا نه رو به من بگو. علی علی، علی علی، امشب بریم؟ صبح ورزشو میخوام ها، صبح شیشه صبح آزمون، بیدار باش، شیش و نیم آزمون میخوام ها. هستی یا نه؟ بابا همه هستن لعنتی ها. اوکی، با چالش، با هشتک وقتی همه خوابن میریم اینو. منتظر فیلم هم ها. 12 یه فیلم، 3 یه فیلم، 5.5 به بعدم یه فیلم. دیگه کارمون به جاهایی داره میرسه که آخر شب باید سگا رو ببریم تو لونه جا بکنیم، صبح خروسا رو بیدار کنیم بخونن. یعنی عملا حیات وحش هم داریم به هم میریزیم. خدا بک تمام قوانین رو ریختیم به هم. دمتون گرم بابا. به قرآن مجید همتون خلوچلید. حال کردم به قرآن. اصلا شرط اول موفقیت دیوونه بودنه. کسی که عاشق هدفش دیوونه است. اگه دیوونه نباشی کارت پیش نمیره. دنیا هم مکان مناسبی برای زندگی دیوونه است. عاقلا زود میمیرن چون همش قصه میخورن، چون همش بدبختن، چون همش فکر میکنن، چون همش تو گذشته زندگی میکنن. دیوونه ها نتیجه میگیرن. دنیا مال ما دیوونه هاست. حالا ما از زمانی که این فرایند پادگان رو چقدر به من گفتم تو خلی تو دی، آقا من دیوونم، کم میخوابم، آزمون میگیرم، داد و بیداد میکنم، اینم نتیجم، اینم نتیجم. میتونی؟ بسم الله. اگر حریف مایی، دنیا مال دیوونه هاست. شرط اول رسیدن به هدفی که عاشقش اینه که دیوونه به خلوچلوار حرکت کنی بیای جلو. به بقیه هم کاری نداریم کی چی میگه. امشب میریم واسه این که تا صبح دیوونه وار قلع و قم کنیم درس رو. همین الان کلاس تموم شه استارت بزنیم تا 6 صبح میشه 7-8 ساعت یه استراتی هم. آقا 7-8 ساعت من برنامه هفته، ما از برنامه‌ای که فردا قرار شروع شود 7-8 ساعت میخواییم جلو بیفتیم. حرفی داری بزنی؟ ما امروز میخواییم از فردا جلو بیفتیم. این اگه کار دیوونه ها نیست کاری کیه؟ کار ما دیوونه هاست دیگه. حله، دنیا هم مال ما دیوونه هاست. بریم شروع کنیم. وقتی ببین این خیلی مهمه، اینو ببین وقتی به علته، من اینو اندازش کنم، بینجا با من باش. حالت خوبه؟ فقط اینو به من بگو حالت خوبه یا نه، من انرژی بگیرم. شیطونه میگه این کارگاه 5 صبحی هم که گذاشتیم بیاریم طرفای 4 و 3 صبح. ادمینا بیدارن همه؟ میاید؟ دیدی چه بلایی سر ادمینا آوردیم اونور؟ 5 صبح دیرو بیدار بودن. کارگاه رو بیاریم یا 3 شب؟ به خدا تو همه چی ما اولیم. کارگاه شبانه روزی، کارگاه 12 شب شروع شه تا 6 صبح متی. به خدا خیلی جذابه. من میخوام خواب ظهر رو جایگزین خواب شب کنم به مدت 3 ساعت. من فکر کنم جوابه. اصلا کی گفته شبا باید بخوابیم، روزا بخوابیم؟ چی تو میشه به هم ریخ؟ فرایند رو کلن تغییر بدیم. ببین فشاری اومده بود روی ادمینا که دیروز صبح سپهر فکر کنم 2 بار جای در دستشویی کنار در حیاته، جای دستشویی رفت تو حیات. عالی بود میرفت، مثلا در داشت خارج میشد در پارکینگ، عالی بود. کنکور صبح که خودم گفتم به خاطر همین نمیذارم این اتفاق بیفته دیگه. خواب 12-6 اینم الان یه باره ها، یه بار. بچه باحالی باشی ماهی یه بار چالش این مدلی میریم تا کله سر بیدار میمونه. از فردا صبح مامان بابا به قرآن شروع میکنم منو کچل میکنه. آخه زلفقری فکر اینو کردی اگه بچه شب بابا یه باره، مامان بابا یه باره، بی خدا یه باره، یعنی اصلا بیشتر نی، یه بار مثلا یه نظر حلاله، یه بار هیچ ایرادی نداره. من که خودم میگم 12 بخوابم 6 بلند شم، یه بار میخوام این کار رو انجام بدم، یه بار، تنها یه بار. چالش یک نظر حلال است از امشب استارت میخوره. قبوله متی؟ حله. متی هم میگه قبوله. آقا بریم شروع کنیم.
نگاه کن رفقای خلوچل من، وقتی به علت خستگی عقب میفتیم ما به سه گروه دانش آموز تبدیل میشویم. اینجا باش، اینجا باش، چتو ول کن، ترکوندی چترومو، ولش کن، اینجا باش. وقتی عقب میفتیم از یه درسی به علت خستگی، سه گروه آدم شکل میگیرن. گروه اول رفقای درب و داغون و تعطیل من، سایر بچه هایی که توی پادگان ذوالفقاریه نیستن. نگاه کن، گروه اول این مدلی هن. اول گریه میکنه چه مرگته، عقب افتادم، خستم. بعد شروع میکنه مغز پدر مادرشو میجوه. بابای یه دانش آموز بهم زنگ زده بود هفته پیش، میگفت مخم از دست دخترم تاول زده. بعد من 5 دقیقه با دختری تو واکم میخواست ثبت نام بکنه توی سیستم مشاور برنامه‌ریزی، با کمال احترام گفتم جون مادرت نیا. یعنی از لحظه‌ای که گوشی رو گرفت اول گفت این گوشی چرا اینجاش کثیفه، باباش گوشی رو داده بود دستش، قور زد تا لحظه‌ای که میخواست قطع بکنه. یعنی بچه قشنگ خود بیمار بود، خود مریض روانی. اینجا باش، حواسو اینجا. گروه اول وقتی به علت خستگی عقب میفتن، اول گریه میکنن، بعد مغز پدر و مادر رو میخورن، بعد شروع میکنن ناله کردن به جون پشتیبانهای بدبخت و بیچاره من که باید سختی کار بگیرن. بعد از کار تو معدن سختترین کار مال پشتیبانهای بیچاره منه و دمشون هم گرم که اینقدر با معرفتن و شبانه روزی دارن میترکنن. شروع میکنن به جون خودشون غر زدن، بعد لجی میکنن. این خیلی باله، من اصلا دیگه درس نمیخونم، به درک اسفر و سافرین، به جهنم، چشت کور، دندت نخون. من اصلا نمیخوام نتیجه بگیرم، به درک و همون جملاتی که گفتم. من اصلا نمیخوام آدم موفقیشم. او ما چقدر بدبختیم، تو نمیخوای آدم موفقیشی. الان هستی و دنیا کنفیکون میشه، به فنا میره. چرا؟ چون کبرا دیگه نمیخواد آدم موفقی بشه. الان تو نمیخوای آدم موفقی بشی، تمام اتفاقات خوب دنیا به فنا میره، به درک نمیخوای آدم موفقی بشی. من اصلا نمیخوام نتیجه بگیرم، به جایی برسم. نرس، مگه قراره تو به جایی برسی؟ حالا تو با این روحی اصلا به جایی برسی؟ مگه درش اتفاقی میفته؟ پس اول من یه چیزی رو با این دسته از رفقا حل بکنم. اینا گروه کبراییونن. برای بچهای کبراییون حواستون جمع این ماجرا باشه. لج کنی، قر بزنی، گریه کنی، به درک. جمله‌ای که فقط و فقط به این برای بچه گروه اول میشه گفت اینه. چیه بچه‌ها؟ به درک. مامان بابا ببخشید، من خیلی بی‌تربیتی دارم میکنم امروز، پسر بدی هم شدم، ولی اینها رو باید بگم. خدا وکیلی خودتون ارثتون در نمیاد از این بچه‌ای که تربیت کردید. گور 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 گور، بس دیگه، ببندن تو مخمون رو در با داغون کردی، بیا پایین بابا. این گروه اول، حل تو اینجا. اما گروه دوم، نه، گروه اول بذار تایشو ببندم. بعد شروع میکنن به تهدید کردن، من دیگه برنامه‌مو ول میکنم. آخه الان تو برنامه منو ول کنی، من چیکار کنم دیگه؟ فکر نمی‌کنی تو برنامه منو ول کنی، من روحیم میشکنه؟ تو برنامه منو ول کنی، اعتبار پادگان ذوالفقاریه بین نمیره؟ نکن این کارو با ما، نکن این کارو با ما، بی معرفت. برنامه ما رو ول نکن سومگه. تو برنامه منو ول کنی، من دیگه اعتباری ندارم مجموعه. آخه بوق میشه گذاشت؟ ببین منو، اه بچه تربیت کردن. یعنی واقعا دوست دارم یه سری اما بابا ما خیلی مخلصیم، ولی یه سریاتون خدا وکیلی انگیزتون چی بوده اینجوریه؟ بگی بزنش خشنگ درست در ما آدم شه دیگه. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ برنامه‌مو ول می‌کنم، درک ول کن برنامه‌تو. مثلا تو برنامه‌تو ول می‌کنی، همه کنکوری‌های کشور رو بمیرن. برنامه‌تو ول نکنی، بیچاره می‌شیم ما. کاش می‌شد راحت حرف زد. بعد بی خیال میشم. من دیگه هیچی برام مهم، به درک. من غذا هم نمی‌خوام، به درک. حالا که اینجوری شد دیگه نمی‌خوام، به درک. من اصلا با شما خونه مامان بزرگی نام نمیام، به درک. باورت نمیشه دوست عزیز، ولی به درک. بی خدا اینقدر تو مهم نیستی، اینقدر تو مهم نیستی که خودت باورت نمیشه چقدر به درک.
یعنی من یه به بدرک میگم، تو هزار بار بدرک رو بشنو. من نمیخوام نتیجه بگیرم، بدرک. دانشگاه هم نمیرم، بدرک. حالا که اینجور شد شوهرم نمیخوام، بدرک. اصلا کسی نمیگیره تو رو. اون خری که بیاد تو رو بگیره که کل زندگیش کن و یکون میشه. بعد اصلا اونو ول کن. شما دوتا اگه بچه دارشید یه نصر بدرک. حالا که اینجور شد زنم نمیده، کی به تو زن میده؟ هر تیکه بدرک. بعد هی استفاده میکنن از این جمله، من امسال هیچی نمیشم. دوست عزیز تو کلا هیچی نمیشی، اصلا نمیدونیم چرا هستی. امسال هیچی نمیشم، سال دیگه هیچی نمیشم، پنج سال دیگه هیچی نمیشم، واسه چیه؟ تو کلا اصلا چرا هستی؟ من دارم راحتت میکنم. اگه کسی اینقدر بدبخته که این سیر رو در زندگیش داره، بدرک. بعد در برابر تمام ناملایمت های زندگی فقط میخوابن. قبلا یارو عقب میافتاد، استرس میگرفت، میومد میگه اوزو ببین چیکار کنم، انگار مثلا میخواد بره دستشویی، چیکار کنم، یه جوری پر استرس. الان جدی اینجوری میکنه، من دیگه به هیچ جا نمیرسم. خب رفت خوابید، هوی ها چرا خوابیدی؟ نه من دیگه به هیچ جا نمیرسم. با این تربیتتون بعد تو فاز تباه شدن قرار میگیرن. مامانش زنگ میزنه میگه آی ذوالفقاریه دخترم کبرا الان 3 روزه به پایه مبل فقط نگاه میکنه اینجوری. 3 روزه همینجوری به پایه منو بنیامین، بنیامین اسم پدر کبراست، مامانش پارمیداست، باباش بنیامین، اسم بچه رو گشتن کبرا. منو بنیامینم هرچی بهش میگم مثلا تو کدش نمیره، فقط پایه مبل رو نگاه میکنه. تباه شده بچه‌م. الان به نظر شما به لحاظ روحی مشکل داره؟ نه نرماله، مشکل من، بقیه بچه های مردم مشکل دارن، این خوبه. و مشکل داره دیگه، این خود مشکله. اینو الان ببری پیش روانپزشک برمیداره میذاره تو الکل به عنوان کیس تحویل دانشگاه شهید بهشتی میده به عنوان کمک های مردمی. یکی این که مامان باباها اینقدر لیلی به لالای اینا نذارید. خدا وکیلی جدی میگم ها، بچه‌م روحیش شکه. بابا ولم کن بچه‌م روحیش شکنه. مثلا تو تا کی ما می‌خوای مراقبش باشی؟ مامان عزیز، بابای عزیز، تا کی قراره مراقبش باشی؟ تو دانشگاه از لقمه میدی بهش، میری دم در کلاسش وای میسی، میری از استاداش میپرسی بچه‌م میخونه نمیخونه چه جوریه، تا کی؟ یه جا که باید اینو رها کنی بره دنبال زندگیش. الان این کارو کن. بچه‌م به خاطر کنکور سراسری دچار افت نه. بابا ولم کن، بقیه بچهای مردم دچار افت و فلان و اینا نمیشن، بچه تو به تنهایی اندازه کل بچهای ایران دارن دچار افت میشه. فاتون چیه؟ مامان باباها خیلی مخلصی، ما گوشی منو سوراخ میکنید شما فردا، ولی به قرآن من رو حرفام هست، اخلاق منم میدونی، من همینجوری هم، من میگم حرفامو میزنم. بعدش هم در آخر شاهد صحنه تلخ خدافظی کبراییم با کنکور. حالا مثلا میمون چی کار میکنه؟ این طرف تهش میخواد پیام نور واید سگاوبد جنوبی قبول بشه بدون کنکور، حالا نشه چه اتفاقی میفته؟ بچه یه چیزی رو یاد بگیرید، اصلا کسی قرار نیست قصه شما رو بخوره. بچه اینو فهمیدید؟ آره کبراییون هستن، اصلا رو همینه کبرا 11 رو ساختن. خب گروه دوم یکم بچه های عاقل تری هن. پس یه بار دیگه بیایم گروه اول رو ببینیم. نگاه کن، اگه فازت اینه بعد از اینکه عقب افتادی، آقا از همین الان دارم میگم دوستان عقب افتاده اینجا باشید، بعد از اینکه عقب افتادی، بچه های عقب افتاده بچه های بدی نیستن، 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول عقب افتاده ها، گریه، ناله، بدبختی، بیچارگی، همش ذهنشون درگیر، مچاله، پدر پدر و مادر رو در میارن، روان پشتیبان رو درب و داغون میکنن. با من که نمیتونه این کار کنه، به من زنگ میزنه از اول قطع میکنم. قشنگ درست همون بایست این آدم درس بخون دیگه، کنکور جنگل روز اول گفتم نمیتونی، خدافظ. اگه فازت اینه رفیق، خدافظ، خدافظ. گروه دوم اینا یکم بچه های باحالتری هن، عاقلتر هن.
آخ آخ اینا رو میگیم به قرآن، اینا قصه میخورن، آه میکشن پشت پس فردا بچه های ما چی میشه؟ بچه من کبراییون بشه میکشمش، میدم اسید غرغره کنه. سعید، سعید افراوی بیارم ات رو خط. سعید میای رو خط؟ سعید خیلی خوبه، سعید یه تنه پرچمش بالاست تو اهواز، بچه باحال. بریم گروه دوم. گروه دوم مدلش اینه، اول فکر میکنن. آخ 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 من اینو بگم، این گروه اول هم همینه ها. گروه اول تایپیستمون، چرا اینو ننوشتی؟ گروه اول اول فکر میکنن بعد گریه میکنن. من قانون دومی که تو پادگان ذوالفقاریه برات گذاشتم مگه این نبود که فکر نکن؟ یادته؟ یادته یا نه؟ یادته یا بیام یادت بندازم؟ قانون اولی که تو پادگان ذوالفقاریه گذاشتم گفت آقا فکر تعطیل، من قراره جای تو فکر کنم، تصمیم بگیرم، بگم چیکار کنی، تو بگی چشم. درسته نه؟ خدا وکیلی درسته نه؟ این گروه دومیا دقیقاً این مدلین، دقیقاً این مدلین. اول فکر میکنن. گروه اولی هم اینجوری بودن، به فکر ادامه میدن. گروه دوم اول فکر میکنه، بعد یه ناله درونی داره. این بچه ها ناله مخفی هن. گروه اول ناله میکنه، هی زرزر مغز و داغون میکنه، بیا پایین بابا. گروه دوم ناله درونیه، این مدلی هن. یعنی یه خوشه میره میشینه برای خودش مثلا یه رو به دیوار نگاه میکنه، تو خودش عزاداری میکنه، خودخوری میکنه، تو خودش با خودش دعوا میکنه، میجنگه، با خودش گلاویز میشه. یک بیماری خفیفی داره، اسم علمیش از اسکولیسم. این گروه دوما یه اسکول درونی دارن، یعنی با خودشون از درون میجنگن. تو شیمی رو نخونه حل میشه، بعد میگه آه من یه عربی نه. با خودشون میجنگن یک تا دو روز. بعد مامانه زنگ میزنه، دقیقا جمله‌ای که میگه اینه، میگه آیزو فای بچم چیزی شده. میگم چرا چی شده؟ میگه همش یه گوشه نشسته زور میزنه. میگم خانم بلندش کن، نذار نشسته زور بزنه، سری بلندش کن از اونجا، بگو بره جای دیگه این کارو کنه. این گروه از بچه ها از درون خودشون رو میخورن، بازه زمانی یه روز تا دو روزه، خودخورهای درونی، اسکولیسم درونی دارن، با خودشون میجنگن. این تا اینجا اوکی؟ هشتگ اسکول درونی نباشه. ناله درونی انجام میدن. بعد یه مدت کوتاهی مود غم دارن. مود غمشون هم اینه، ای کاش ای بابا این پروژه یه روز تا دو روز طول میکشه. بعد یهوی منطقی میشن، آقای ذوالفقاریه بهم گفته بود فکر ممنوع، الانم رفتم سر کلاسش نشستم، گفت ببین اسکول تو نباید فکر کنی. اسکول منو میگفت، قطعا منو میگفت، من نباید فکر کنم، اون قراره جای من فکر کنه، تصمیم بگیره. پس از عقلشون استفاده میکنن، اوکی میشه، خدا رو شکر برگشتن و مشکل برطرف شد. اینا خدا رو شکر نهایتاً دو تا سه روز پروژهشون طول میکشه و برمیگردن. هر جایی هم عقب میافتن پشبندش عقلشون میاد سری جاش، آقای ذوالفقاری گفت از اینجا به بعد شروع کن، جمعه ها رو میذاریم، از سودیوفه میاد میتره کنیم، خدا شکر طلبات، اوکی خدافظ. گروه سوم بچه های عقب افتاده، اینا خیلی بچه های عاقلی هم به قرآن مجید، اینا اصلا نمیدونم چرا عقب افتادن، یعنی مشیت الهی بود عقب افتادن با اون گروه احمق یک و گروه اسکل دو. اسکل که میدونی اسکل الزاماً احمق نیست، ولی پتانسیل احمق شدن داره، ولی میتونم برگرده و خوب شه. بچه این خیلی تعریف مهمی ها، اسکل الزاماً احمق نیست ولی پتانسیل احمق شدن رو داره. گروه اول احمقن، اون تعطیل، یعنی شرایطو بهت گفتم اون تعطیل. گروه سوم، گروه سوم میگه اوه عقب افتادم. ببین دقیقاً اینجوریه، ببین اوه چی شد، عقب افتادم، خب چیکار کنم؟ سری فکر میکنه به چی؟ مشاورم بهم گفت هر موقع عقب افتادی این کارو کن، این کارو کن، این کارو. تموم شد، به حرف مشاورش عمل میکنه و
در طول این مسیری که داره عقب افتادگیشو برطرف میکنه این ذکرم زیر لبش میشنوی. گوره بابای گذشته و تموم میشه داستان. فهمیدی چی شد؟ نه نگین ترکیبی و تلفیقی و اینا نداریم. یا گروه یکی یا دو یا سه، اگرم خجالت میکشی گروه یکی نیستی، یک نیستی، خدا وگر یک اصلا اینجا نداری. نه یک مال ما نیست، بعدی همسایه یک. بریم بعدی. حالتون خوبه یا نه؟ آقا اگه میخوای حالت خوب بشه یه داستانی رو یاد بگیر، اینو بیا با همدیگه بریم جلو، اینو با همدیگه بریم جلو، اتفاق خوبه بیفته. به مودهای منفی که به سمت تو حمله میکنن و سرازیر میشوند بی توجه باش، بی توجه باش. وقتی بهش بی توجهی کنی اون خودش خوش میشه میفته. دایورت کن، حال بد میاد. دیدی یه روزی پرنشاد صبح از خواب بلند میشی، الهی شکرت امروز رو میترکنم، بعد 3 دقیقه بعد چی شد؟ نمیدونم چرا یه هایی اینجوری، حالم خوب بودا ولی یه هایی اینجوری شدم. بعد اینایی که مود منفی میگیرن همچی ازشون میپرسی فقط اینو میگن. حالت چطوره؟ نمیدونم. اوضاع خوبه؟ نمیدونم. نتیجه میگیری؟ نمیدونم. درس ها رو میفهمی؟ نمیدونم. چرا؟ بدم کن نمیدونم. آقا مودای منفی میان تو رو اسیر بکنن، راهشم اینه. این جمله منو قشنگ یاد بگیر. خستگی این روزا مود منفیه. خستگی این روزا گذراست، مید میره. مشهدی ها اینجوری میگن نه؟ میت میره، مره. گیر نده بهش، به حال بدت گیر نده، مره. آفرین، میت مره. این خستگی میاد و میره، گیر نده، ولش کن، رهاش کن، بهش فکر نکن. بابا فکر داره تو رو بدبخت میزو بردار، فکر داره تو رو بدبخت میکنه، فکر بیچارت کرده، فکر اسیرت کرده، فکر به این ماجراها له و لبردت کرده. این مغزو خاموش کن، تو تمام اون مغزت خاموش بود، این یه سالی که بعد خاموش باشه عد روشنش کردی. تو تمام دوران کودکی و نوجوانیت فکر نمیتونستی بکنی، مقتدرانه تعطیل میزیستی. الان این یک سالی که ما از تو میخواییم تعطیلش کنی داری فکر میکنی؟ آلید. خب آقا امرو بلک فرایدی مگه نیست؟ بیا ما هم یه حراجی داشته باشیم. خدا وکیلی بیاید تمام بدبختی ها و بیچارگی ها و درموندگی ها و له و لوردگی هامونو حراج کنیم، بریزیم دور، بره، انبارگردانی کنیم. رفیق بیا اینجا، بیا بذار من بیام. میتونم روی این بشینم؟ شیشه هست. آقا خوب گوش بده، الانی که با تو دارم صحبت میکنم من رو شیشه نشستم، این شاید آخرین دیدار ما باشه. بعد چه مرگ دردناکیه، با شیشه خیلی اذیت میشه. ببین ولی به خاطر بچه ها از چه چیزایی دارم میگذرم. آقا یه لحظه گوش بده. نه محمد وایزی روی نمیپره دیگه، محمد خواستش جمعه. این حجم از بدبختی و بیچارگی و عدم رضایت و ناامیدی خستت نکرده؟ این حجم
فکر منفی و مود درب و داغون کلافت نکرده، خب آخرش چی میشه؟ این مدت طولانی هی وقت گذاشتی و خودخوری کردی و تمام تایم روزت به این گذشت که نمیتونم و نمیشه، حس خوب ازش گرفتی، گیریم تایمتو از دست دادی، گیریم نخوندی، گیریم بد بودی، گیریم موفق نبودی، گیریم اشتباه کردی. خب فکر کردم به تمام این افعال منفی کمکی به آیندت میکنه؟ بیا یه بار برای همیشه همه اینا رو دور بریز، همه این حس و حال بد رو بریز بره، بگو آقا من صفر مطلق، ولی از الان شروع میکنم که خوب باشم، از الان شروع میکنم که یه مدل دیگه باشم، که قبلیه نباشم، که بدبخت نباشم، که حال بد نداشته باشم. به خدا میشه، به خدا درست میشه همه چی. فکر کردم به تمام زمانهای از دست رفته فقط یه کار براتون میکنه، ما بقیه زمانم از تو میگیره. اینکه چقدر بد بودم و چقدر کم کار بودم و چقدر در حق خودم جفا کردم و عذاب وجدانی که الان گرفتی، فقط و فقط و فقط با یه راه حل درست میشه. اینکه از الان به بعد یه کمکی به خودت بکنی، یه مدل دیگه باشی، یه روند دیگه داشته باشی. موندن تو این فرایند و این فضا مثل خودکشیه. آدمای موفق تغییرشون از همین الان شروع میشه، نه فردا، نه پنج روز دیگه، نه ماه دیگه. آدم موفق میگه تا الان بد بود، حالا بشین از الان به بعدم، و اتفاق خوبا شروع میشن. آدم های موفق قدرت تغییر دارن و در لحظه عمل میکنن، منتظر نمیشینن. زمان باقی مونده خیلی زیاده و خیلی کافیه برای تغییر. کم گذاشتی، خسته بودی، همه اینا قبل، ولی از الان به بعد هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست، چون میدونی که مدت زمان باقی مونده زیاده و این آب خوردن میتونی ندیده. یه کاری کن برای خودت امروز، تمام حس و حالای بد و حراج کن، بریز دور، با خودت عهد ببند، با خودت عهد ببند که اون آدم قبلیه نباشی. مراقب تارای عنکبوت باشه، خیلی مراقب باشه، اول حزمت میکنه، بعدش حذفت میکنه، حزمت میکنه، حذفت میکنه، حزمت میکنه. و چه دردناک این داستان، حزم بشم، حذف بشم، چقدر دردناک. باسه اینکه حذف نشی و حزم نشی، باید یه کاری بکنی. بجم نذار دیر بشه، بجم نذار اوضاع بدتر از این چیزی که هست بشه. چقدر شوخی میکنی؟ ما رسیدیم به ادبیات، ادبیاتو باید بگیم. چقدر دیگه تایم دارم؟ خب چقدر دیگه میشه تایی تاییش تایم گرفت؟ یه رو؟ نه بابا، آقا ما اینو نمیتونیم بگیم. تمام اینا موند. خب بچه ها، ما یکم دوباره طبق معمول طبق معمول داستان داریم رفقا.
من کارگاه بعدی قطع به یقین تکنیک ها رو میگم، یعنی با تکنیک درس ها شروع کنم. بچه اینو همیشه بهمن میگفتیم، اینم بگم، این روش درس ها با فرایند یادگیری شما الان باید درس بخونی، ولی یه سری از موضوعات برای جمع‌بندی استودی و فن عموما من میخوام زودتر بگم، یعنی تو جلسات بعدم میتونیم بگیم، مشکل نداره، ولی کن یا باید کارگامون هفته یه بار کنیم، به هر حال اینا مال استودیو فن، یعنی مشکل نداره، تو اون بازه زمانی بهتون میگم. خب بریم شروع کنیم. آقا دو تا چالش داریم که لازم الاجراست. اولیش چالش ما 10% ورزش صبحگاهیمون رو خواهیم داشت. از امشبم تنها شبیه که تا صبح اگه دوست داشته باشی میتونی بیدار باشی، اگه امروز استراحت کردی و حالت خوبه میتونی خودت رو حفظ کنی. و دومی چالش وقتی همه خوابن رو خواهیم داشت، که دقیقاً تایمی که همه ملت خوابن ما ورزشمون شروع میشه و بقیه داستان ها. و میریم برای این که یک فرایند خفن رو برای این دو هفته داشته باشیم. آقا استودیو فن داره شروع میشه، استودیو فن به درد همه اون دسته از آدم هایی میخوره که صفر مطلقن. ما تو استودیو فن میخواییم از تابستون تا الان هر کاری رو کردیم ببندیم. 3 هفته تایم استودیو فن داریم. یه چیزی هم یواشکی بهتون بگم، توی این 3 هفته تمام کلاس هاتون تعطیله، مهنگ شد، همه تعطیله، بنابراین تمام انرژیمون میذاریم همه درس ها رو 0 تا 100 میبندیم کامل کامل. بچه ها موافقید؟ موافق این داستان هستید یا نه؟ زور زدیم کلاس ها رو تعطیل کردیم که بهتر کنیم و کلی تایم خفن داشته، و همه رو میخواییم تعطیل کنیم، همه یه کلاس ها رو، که انشالله این فرصت رو داشته باشیم بهتر کنیم انشالله و جمع و جورش بکنیم. یستا همین الان زد امتحان دی داریم، 1 ربع اول کلاس های ذوالفقاریه داشت در مورد خدایا بدون کلاس، همه کلاس ها تعطیل، دهمی یازدهمی ها هم احتمالاً تعطیلن. غم مخور. مثلا کلاس اینو رو 3 هفته میخوام ببندم به خدا. بقیه آنلاین هم همین اتفاق میفته. بقیه کلاساتون هم همینه، خیالتون راحت. قشنگ میریم از اول تابستون تا اینجا همه رو میبندیم تو دی ماه تو استودیو. بعد بچه‌ها برنامه شهری جمع یادتونه چه جوری بود؟ به خدا زب در صد میشه از استودیو فن. نمیدونی از استودیو فن چقدر خفنه. بچه‌ها همه میگن آقا مثل شهری جمعه. بارو بابا شهری جمع چی بود؟ حالا تازه الان برنامه حجمی درک میکنی دقیقاً یعنی چی. یه کله یه درس رو میبندیم میایم جلو و اتفاقهای خوب میفته. استودیو فن تو استودیو فن میتره کنیم. خب حل طرحارم که همه میشناسن، اگه سوالی هم در مورد طرحا داشتید با واید پشتیبانی تماس بگیرید، راهنماییتون میکنن و دقیقاً میگن چه اتفاقی باید بیفته. بله میگم کلاس‌ها تعطیل بود، میگن کلاس‌های کجا تعطیله؟ کلاس‌های آشپزی و منجوق دوزی تعطیله، ولی بچه‌های کلاس‌های کوبلن بافی باید برن. کلاس اینا رو دارم میگم دیگه. همه کلاس‌ها رو ان شاءالله توی اون هفته تعطیل خواهیم داشت تا جایی که میشه. بریم برای استودیو فن که قشنگ بهتر کنیم، یعنی یه اتفاق خفن بیفته اگه خدا بخواد. بازم میگم تو استودیو فن از اول تابستون تا اینجا هر چی بوده همه رو میبینه. 50% کنکور رو تو استودیو فن تو این یمان میخواییم تمام کنم. یکم ما زودتر شروع میکنیم که خفن ناک آلودتر بریم جلو ایشالله. و فکر کنم همه چیز رو به راه دیگه، کاملا توضیح دادم، همه فهمیدن داستان چیه و قراره چیکار بکنیم. چطور بود کارگاه امروز؟ چطور بود؟ ببین ما از الان تا استودیو فن برنامه درسیمونو میاریم جلو. توی جمعه ها عقب افتادگیاتونو جبران بکنید و آفلاین کلاس ها رو ببندید تا جایی که میتونید. این خیلی اهمیت داره. تو استودیو فن 0 درس جدیدو میریزیم تو صد داشکار. از تابستون تا اینجا رو همه رو میخونیم، آفلاین ها رو دوباره از اول میریم. ببین تو استودیو فن بچه‌ها خیلیاشون میتونن تمام کلاس ها رو دوباره از اول ببینن. همتون شیفته ای آفلاین دیدنی دیگه با خیال راحت اونجا خفه کنید خودتون رو توی آفلاین دیدن که همه چی جمع و جور بشه بره پی کارش. استودیو فن فکر کنم از 4 دی شروع میشه. شنبه 4 دی استارت استودیو فن خواهد بود. شاید حالا یکم زودتر اعلام میکنم، احتمالاً جمعهش باشه، ولی کارگاه داریم جمعهش ما که دقیقاً میگم باید چیکار بکنید و چه اتفاقی بیفته. بعد از استودیو فن
ما یه تایم کوتاهی رو داریم، یعنی بهمن رو داریم تا نیمه های اسفند تقریبا درسمون رو میخونیم، کارامون رو انجام میدیم، تو جمعه عقب افتادگی جبران میکنیم، بعد میریم سراغ اصل داستان، حبس آموزشی. تو استودیو فن 0 تا 50% درس‌ها بسته میشه، تو حبس آموزشی دوباره از اول 0 تا 100 همه درس‌ها بسته میشه. بچه‌ها وقتی میگم همه کلاس‌ها، نباید بگی کلاس فلانی هم تعطیل میشود کلاس. آره دیگه، پیتربیت اینم توضیح دادم. برید چالش ها رو شروع بکنید، انشالله که میتره کنیم کنار هم دیگه. مراقب خودتون باشید رفقای درجه یک، خیلی مخلصیم. چالش ورزش صبحگاهی فراموش نشه، منتظر فیلم ها هستم، میخواییم بتره کنیم، داریم قل و غم میکنیم کنکورو، فقط سربازای خودم بلا غیر. مراقب خودتون باشید، خداحافظ.